سلام مجدد و با آرزوی سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان و سپاسگزاری از حضور فرد فرد شما عزیزان، از همه مساعدت های شما، از همه همراهی های شما و به درگاه خدا شاکر هستم که در این دنیای طوفانی و در این شرایط جهانی و در این همه ناروایی و ظلم و ستم و قدرت روزافزون ظالمان و ستمکاران این توفیق رو به ما داده که در این کنج کوچک حقیر بتوانیم که با شما، با کسانی که از شنیدن کلام قرآن لذت میبرند، با اونها همسخن بشویم و در واقع یک مجلس معارفه الکترونیکی جهانی ایجاد بکنیم. با اینها به درگاه حضرت حق شاکر و سپاسگزاریم و در مقابل همه نعمتهای او سر تعظیم فرود می آوریم و از اینکه در این شرایط دشوار ما رو لایق دانسته و به ما توفیق داده و ما مورد نعمت و عنایت قرار گرفتیم که بتوانیم با شما هم سخن و هم گفتگو باشیم و به خانه قلب‌های شما وارد شویم و سفر کنیم و گرمای وجود شما رو از فرسنگ‌ها راه دور احساس بکنیم، همه اینها شکرانه دارد و همه اینها قابل سپاس و قابل ستایش حضرت حق است. در برنامه گذشته من چند کلمه با شما صحبت کردم راجع به شرایط دشواری که داریم و این شرایط دشوار هر روز دشوارتر می شود و از کسانی که تا به حال این بار رو با من مشارکت کردند و به دوش گرفتند و تا به اینجا رساندند، یک کار غیر ممکن رو در دنیا ممکن کردند. کاری که تا به حال در تاریخ این 40-50 ساله‌ای که این اتفاقات عجیب غریب در دنیا میفته، تا به حال چنین چیزی وجود نداشته که هیچ شبکه‌ای قادر باشد به صورت مستقل خلاف جهت آب جاری شنا کند و هر کس هم که ادعایی دارد، هر شبکه تلویزیونی که در دنیا ادعایی دارد که مستقل است، بیاید اسم خودش رو روی خط بگوید وقتی خطها رو باز کردیم و بگوید من شبکه X یا Y هستم و من مستقل بودم همیشه، تا اینکه ما ببینیم مستقل بودند یا نبودند. من کاری به شبکه های دیگر ندارم، قصدم هم این نیست که اصلا در کار دیگران دخالت کنم، فقط میخواهم عرض بکنم که به عظمت کاری که شما مردم پایه‌گذار اون بودید، شما مردم مشوق اون بوده اید در مقابل کسانی که نقض قول کردند، پیمان خودشون رو شکستند و کسانی که ما رو در یکی از در این مرحله سنی که من دارم، منو مجبور کردن که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنم که بتوانم بدهی هایی که مقروض شدیم برای تأسیس این شبکه بپردازیم و اگر به مناسبت تعهدات اونها نبود، ما این کار رو در این حجم انجام نمی دادیم. شاید یک دوربین مستعملی می گرفتیم 500 دلار 1000 دلار با یک اسکایپ یا یک خط معمولی به جادو یا جی ال ویز یا یک جایی میفرستادیم و ما 1000 دلار 2000 دلار خرج میکردیم و بالاخره پیاممون رو به گوش شما میرساندیم، ولی تعهدات این افراد باعث شد که بیش از شاید 200-300 یا 300 هزار دلار مخارج رو تأمین کردیم و تهیه کردیم و با افراد مختلف که نه چندان صادق و درستگو بودن مواجه شدیم و ضررهای غیر قابل جبران کردیم تا به اینجا رسیدیم و
با وجودی که الان یکی از شدیدترین و سختترین شرایط رو می‌گذرانیم، ولی باز هم شادان هستیم از اینکه هر یک ساعتی که ما می‌توانیم بیشتر با شما صحبت بکنیم غنیمت می‌شماریم. واقعا این طور هست و هر یک دلاری که ما از شما دریافت می‌کنیم یک قسمتی از مشکلات ما را حل می‌کنه. یعنی ما الان با دقایق و با ثانیه ها و با ساعت ها زندگی میکنیم و همینطور که این ثانیه ها میگذره این مخارج مرتب انباشته تر میشه. البته مساعدت های شما هم جریان داره، ولی تا جلسه گذشته که ما هیچی نمیگفتیم این بود که امکانات خود ما میتوانست که کمبود بودجه رو تأمین بکنه. یعنی فرض کنید اگر که ما در ماه 100 دلار خرج می‌داشتیم، 60 دلار این رو، 50 دلار این رو، 60 دلار این رو شما میدادید و میدهید. اون 30-40 دلار، 50 دلار رو هم من خودم داشتم که بدهم. هم من هم همسرم ما ساعت‌های طولانی کار می‌کنیم و بالاخره عشقی داریم که این کار رو ادامه بدیم و از همه بدهی و امکانات کردیتی که داشتیم و پس‌اندازی که داشتیم، به هر حال نمیخوام وقت برنامه رو برای اون کار بگیرم، ولی اون امکان رو الان نداریم و روز به روز این امکان کمتر میشه. تقاضای من از اونهایی که قرآن رو دوست ندارند این است که گاه گاهی به این برنامه نگاه بکنن، به شبکه‌های دیگر مراجعه بکنن، یک مقداری تفریح بکنن، خاطرشون یک کمی آرام بشه و بعد برگردن بیان و به اندازه تحملشون هم این برنامه ها را هم ببینن، شاید چیزی دستگیرشون بشه. ولی برای کسانی که این قرآن رو کتاب خدا میدانن، درست یا غلط، حالا نمیخوایم ثابت بکنیم که این کتاب مال کجاست، مال هر جا هست، کسانی که معتقد هستند که این کتاب از طرف خداست و وحی الهی است و کلام خداست، و کسانی که فکر میکنند که من به عنوان یک خدمتگزار شما در جهت انتشار مطالب این کتاب صادقانه کوشش میکنم، و کسانی که فکر میکنند که اگر این قرآن شناخته بشود در دنیا باعث ایجاد صلح و عدالت و در واقع تأمین کرامت و شرافت انسان می شود و در واقع رضای خدا رو فراهم می کند، اگر که ما بتوانیم که مفاهیم قرآن رو به گوش مردم برسانیم و واقعا این دیوارهای مقاومت رو، پیش فرضهایی که ما در مقابل قرآن بیان کردیم و این بیگانگی رو که با ما مفاهیم و ارزش‌های قرآنی داریم، که اصلاً ارزش‌هایی رو که به ما گفتن در اسلام تاریخی کاملاً برعکس، بیشترش البته کاملاً برعکس ارزش‌هایی است که قرآن معرفی می‌کند، و خیلی خون دل خوردیم ما تا به اینجا رسیدیم. من برای رسیدن به این، پشت این دوربینی که امروز با شما صحبت می‌کنم، 30 سال، 32 سال از عمر خودم رو گذاشتم. 32 سال است که تلاش میکنم که بتوانم به اینجا برسم که آرام و راحت در جایی نشسته باشم و آیات این کتابی رو که صاحب این کتاب معبود من است، آیات او رو که حالا به هر ترتیبی به رسول خودش منتقل کرده یا مفهوم او کرده یا مشهود او کرده یا مسموع او کرده یا خواب نما شده یا بیدار نما شده یا در حال بیداری به خواب رفته یا در حال خواب بیدار شده یا هر اتفاقی که براش افتاده، این کلمات چه در گوش جانش، چه در گوش بیرونیش، چه در گوش درونیش، چه با زمزمه، چه با احساس، چه با الهام، چه با تغییر و تحول، مفهوم او شده و او هم در امانت مفهومات خودش رو به بیان انسانی درآورده و نام این کار رو قرآن تلاوت گذاشته. برای معرفی این مطالب، برای معرفی این ارزش ها که بسیاری از ما تصور می کنیم که این ارزش ها
داروی دردهای جامعه بشری برای همه دوران هاست و اگر اون پرده های باطل رو از روی قرآن بردارند و این مرکبی که صفحات قرآن رو سیاه کرده از روش بردارند و این حباب و این حجاب و این غبار رو از روی قرآن حذف کنند و به متن قرآن و به بطن قرآن با تقوا فرو بروند و مطالب این کتاب رو هم خودشون بفهمند، هم در عمل رعایت بکنند، هم به نمایش بگذارند، نه کلمات قرآن رو به نمایش بگذارند، اعمال قرآنی رو به نمایش بگذارند. یعنی اگر قرآن گفته تقوا داشته باشید، تقوا رو به نمایش بگذارید. اگر قرآن گفته احسان داشته باشید، احسان رو به نمایش بگذارید. انفاق رو به نمایش بگذاریم، تعلیم و تدریس رو به نمایش بگذاریم، زکات رو به نمایش بگذاریم، معبود خور رو بپرستیم، اون پرستش رو به مردم یاد بدیم، عبادت رو به مردم یاد بدیم که عبادت فقط احترام گذاشتن و دلاراست شدن در مقابل خدا نیست، اطاعت رو به مردم یاد بدهیم که شما وقتی عابد هستی که مطیع باشی، این چیزها رو. و بعد هم مطالب قرآنی رو جسته و گریخته، چون عمر ما به اینجا نمیرسد که ما این کتاب عظیم رو بتوانیم که چند بار هم شروع کردیم از اول، الان مدت یک سال است یا شاید هم بیشتر که ما با همه توان و با همه کوشش سعی کردیم که به صورت خلاصه ترین شرایطی که هست از آغاز قرآن به صورت متوالی و مسلسل آیات قرآن رو بخوانیم که یک بار ترجمه قرآن رو تا پایان انجام داده باشیم. میدانید که در مدت یک سال گذشته از متجاوز از 6200 آیه قرآن 76 آیه قرآن تا به حال قرائت شده در یک سال گذشته. سن من 70 سال هست. حالا 3-4 سال دیگر هم ممکن است که من توان خواندن و نوشتن و دیدن و شنیدن و گوش دادن داشته باشم. بالاخره از گردونه خارج خواهیم شد و اگر به همین ترتیبی که تا به حال پیش رفتیم و خیلی خلاصه کار کردیم، 75 آیه 70 بگید 80 آیه قرآن در یک سال خوانده شده، در 3 سال آینده هم اگر ما باشیم 240 آیه دیگه قرآن خوانده میشه. این است که سعی بر این است که بتوانیم که اینجا و اونجا مطالبی رو که بیشتر مورد علاقه و بیشتر مورد انتقاد و بیشتر مورد توجه هست بیرون بیاوریم و در مورد اونها صحبت بکنیم و به لطف و کرامت خدا قائل باشیم و باور داشته باشیم. برای انجام همه این کارها نگرش عرفانی به قرآن داشته باشیم، نگرش جامعه شناسی داشته باشیم، نگرش روان شناسی داشته باشیم، نگرش فقهی داشته باشیم، نگرش علوم سیاسی داشته باشیم، نگرش اقتصادی داشته باشیم، نگرش تاریخی داشته باشیم، نگرش معنوی داشته باشیم. ببینید همه این نگرش ها می تواند که به قرآن توسط یک نفر هم انجام بشود، ولی زمانی که اشغال می کند، اگر من بتوانم از یارانم استفاده بکنم و اگر که ما یک آیه قرآن رو می خوانیم در 5 نوع برخورد و اپروچ به این یک آیه، اگر ما از 5 نفر از دوستانم من دعوت بکنم و هر آیه ای رو یک شخصی، یک کسی از نظر جامعه شناسی، یک کسی از نظر فقهی، یک کسی از نظر روانشناسی، یک کسی از نظر عرفانی، همه این بارها روی دوش یک نفر نباشه. اگر این کار رو یک هیئتی انجام بدهند، اگر ما 10 نفر باشیم، 8 نفر باشیم، سرعت این کار 8 برابر بیشتر می شود و شما به عنوان بیننده می توانید که بهره بیشتری از تجربیات و زحمات دانشمندانی که هستند، منهای من دانشمند نیستم، من یک شاگرد حقیر مدرسه قرآن هستم و خود من طلبه هستم و سعی میکنم که بیاموزم، ولی دوستان من که تخصص در این کار دارند و عمری رو در این کار مصرف کردند، از وجود اونها هم باید استفاده بکنیم. همه اینها برمیگردد، خلاصه عرضم به این که ما احتیاج به مساعدت های شما داریم و لازم نیست که این مساعدت ها
مساعدت های سنگینی باشد که باعث بشود که زندگی شما به هم بخورد یا مشکلاتی برای شما ایجاد بکند. اگر هر کسی که این برنامه رو میبینه و این برنامه رو میپسنده 10 دلار در ماه، حالا چون 10 دلار رو اگر ماه به ماه بخواید بدید، هم پول حمل و نقل پول و هم پول حساب کتابش ممکنه که به اندازه خود 10 دلار باشه، این پول رو سالیانه بدید برای 1 سال یا برای 6 ماه یا برای چیزی که بیارزه به حسابداری و مراقبت کردنش، کار این شبکه انجام میشه. ما نهایت امر چیزی که میخواهیم 3 نفر برای اتاق فنی، اتاق فرمان میخواهیم که یک کسی مدیر فنی باشه و 2 تا هم وردست داشته باشه که این تلویزیون بتونه به صورت 24 ساعته برنامه زنده تهیه کنه و پخش کنه و افراد مختلف رو در ساعات مختلف ما بیاریم. الان برنامه ها به محض اینی که پخش میشه روی چند پلتفرم دیگه ضبط بشه، روی وبسایت خود ما ضبط بشه، روی یوتیوب ضبط بشه، روی فیسبوک ضبط بشه، یک پلتفرم دیگری درست شده که اون هم بسیار شبیه به همین یوتیوب، دیلی موشن یا چیزی نظیر این هاست که اون رو هم ما عضو هستیم. یعنی برنامه ها الان لازم نیست که ساعت معینی داشته باشه. ما اگر بتوانیم این گردونه رو به کار بیاندازیم که 24 ساعت تولید داشته باشیم با یک کادر 3 نفره و کسانی که هستند و با ما هم کاری خواهند کرد، ما می توانیم که این برنامه ها رو به محض اینکه پخش میشه روی این پلتفرم ها ضبط کنیم و شما هر کجای دنیا که باشید با بیش از 8 فرستنده مختلفی که ما داریم، هر کجای دنیا که باشید، هر ساعتی از شب و روز که باشه، برنامه های ضبط شده رو در بهترین شرایطی که دارید، که آرامش دارید، وقت اضافی دارید، می توانید این برنامه ها رو ببینید، می توانید که از ما بخواهید که DVD های اینها رو برای شما ارسال بکنیم به قیمت تمام شده. یک جنبشی رو شروع بکنیم که این کتاب بزرگوار و این کتاب مقدس و سودمند، حالا اصلا مقدس رو پس میگیرم که بعضی از دشمنان او یا هرچه هستند که ناراحت میشن از اینی که ما بگوییم که این کتاب مقدس، کتاب مقدس نیست، همین کتابی که سودمند است و میتواند که دردهای جامعه رو درمان بکند. این که میگویند که من مدعی این حرف هستم، شما اجازه بدهید که مردم این معارف رو بشناسند و با این معارف آشنا بشوند. اگر دیدن به درد کار دنیا نمیخورد دور بیاندازند، اگر دیدن به درد کار دنیا میخورد اون وقت ازش استفاده کنند. لازم نیست که کسی مسلمان محمدی باشد تا از بیانات این کتاب منطقی و کتاب هدایت و کتاب سودمند بهره ببرد. اصلا مسلمان محمدی نباشد، ولی مفهوم عدالت رو از این کتاب یاد بگیرد، مفهوم امانت رو از این کتاب یاد بگیرد و بعد متوجه بشود که آیا امانت برای صلح جامعه مفید است یا نیست، آیا ایجاد امنیت می کند یا نمی کند، آیا شرافت انسان ها حفظ می شود یا نمی شود، آیا کرامت انسانی محفوظ می شود یا نمی شود، آیا جامعه به اتحاد و ائتلاف و تولید و ثروت و تعالی و صلح می رسد یا نمی رسد. اینها چیزهایی است که اگر تک تک ما از قرآن بیاموزیم، اصلا بگوییم این قرآن از طرف محمد بوده است، از طرف دوست محمد بوده است، از طرف سلمان فارسی بوده است، از طرف هر کی بوده است که شما فکر می کنید بوده است، این کتاب رو متعلق به خود بدانید و متعلق به زمین بدانید. اصلا فرض کنید که این کتاب ریشه خدایی نداره. این همه کتاب نوشتن، مگه همه اینها ریشه خدایی باید داشته باشه؟ این کتاب رو هم مثل بقیه کتاب ها بخوانید و فرصت خواندنش رو به دیگران هم بدهید و بگذارید که راجع به این کتاب صحبت بشود. شما هم بیایید و در این صحبت ها مشارکت بکنید، بگویید که آقای آقاسی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، شما که گفتید در قرآن
خدا تعهد کرده است که آنچه را که تعهد می کند انجام بدهد دروغ است، یا اینکه شما چنین نگاه می کنید به قرآن که قرآن سراسر از آغاز تا پایان هدایت است و هرچه هدایت باشد تعهد خداست، بنابراین قرآن از آغاز تا پایان تعهدات خداست، یعنی خدا در هر واژه‌ای که در قرآن به کار رفته بدهکار اون واژه است. اگر خدا گفته است که چنین میکنم باید بکند، اگر گفته است که این اتفاق میفتد باید بیفتد. وقتی که خدا میگوید که اوفو به عهدی، وفا میکنم به عهدم، یعنی چه؟ یعنی اون چرا که تعهد کردم و بزرگترین تعهد خدا که بر سریر بقیه تعهدات او قرار داره، تعهد او به هدایت خلقه و این کتاب کتاب هدایته. به این شکل اگر به کتاب نگاه بکنیم، همه این حرف ها، همه این صحبت هایی که از دهان من خارج میشه و به گوش شما میرسه، به لحاظ این است که روی سرمایه گذاری های شما، روی کمک های شما حرکت میکنه این صدا، این امواج، این برق، این اجاره، این آب، این حقوق کارمندان و این تشکیلاتی که در حال انجام هست تا زمانی که متوقف بشه. ما از فردا خبر نداریم، ولی تا وقتی که اراده الهی هست و جان ضعیف و باقی مانده ما هم هست، ما این نهضت رو که شروع کرده ایم نمیخواهیم که نیمه کاره به پایان ببریم و میخواهیم که تا وقتی زنده هستیم و تا وقتی آخرین نفس رو میکشیم قادر باشیم که در این کار به شهادت بپردازیم. شهادت منظور خودکشی نیست، شهادت یعنی که انسان در وجدان خودش معشوق و مشهود رو ببینه. هر وقتی که معشوق انسان، مشهود انسان در وجدان شهودی انسان شد، اون راه راه شهادته. شهادت به منظور مشاهده کردن، به منظور دیدن حقیقت است. و اگر ما در بیانات گذشته گفتیم که قلب انسان باید مشهد شده باشد، مشهد یعنی جایی که در اونجا شهادت انجام میشه، جایی که در آن شهود و مشاهده و دیدن انجام میشه و کار اثر به عکس میرسه و انسان از تأثیر یک چیز به تنویر یک چیز میرسه و در واقع از تجلی به تماس میرسه، این احوالات که در وجود انسان اتفاق میفته، اینها رو همونطور که در ساعت قبل عرض کردم به عنوان لقای حق یا به عنوان دیدن صورت خدا تلقی میکنند. ما چنین قادر خواهیم بود که این مباحث رو به صورت سیستماتیک ادامه بدیم و در مدت 24 ساعت 24 ساعت برنامه تولید کنیم و به تاریخ بسپاریم. و این کار رو شما می توانید ممکن کنید. روی سخن من با سرمایه داران عجیب غریب نیست، چون همه این زجری که می کشیم و همه این ناتوانی و اضطرابی که داریم و همه این بدهی هایی که برای خودمون فراهم آوردیم برای تعهدات همون سرمایه دارانی است که سرمایه های عجیب غریب دارند. منظور من آدم هایی نیست که حالا یه پولی برای زندگی دارن یا یک سرمایه برای زندگی و خرید و فروش و تجارت دارند. منظور من کسانی هستند که متکاثر هستند و من میبایستی شعور میداشتم، من میبایستی بعد از این همه عمر تجربه میداشتم و میفهمیدم کسی که متکاثر است نمیتواند متعهد باشد. و شاید همین طمع من بوده است، خامی من بوده است، سفاهت و بیعقلی من بوده است که به این موضوع در اثر طمع زیاد، حالا یا شوق درس دادن قرآن بوده یا طمع پشت دورمین بوده، نمیدانم کدام بوده، هرچه که بوده خام بودم و به طمع افتادم. حالا ممکن است طمع خیر بوده، ولی طمع بوده که یک لحظه فکر نکردم که اگر این شخص به خدا خیانت میکند، متکاثر است و تعهد خودش رو با خدا زیر پا می گذارد،
چطور من میتوانم به تعهد این تکیه کنم؟ امروز به این موضوع فکر میکنم. دیروز فکر نمیکردم و دیروز تعهدات ایشان رو باور میکردم. و در اثر همین باور شاید هم رضای خدا در این بوده که این کار از درد بیشتری برخورداره و از درد جانسوزتری برخورداره و شاید ناله های جانسوز بیشتر در بیننده اثر کنه. من مجبور هستم که در هر برنامه این وظیفه شما رو هم به شما که در برنامه های قدیم شنیدید، هم به کسانی که هر روز بیننده های جدید ما هستند عرض کنم که ما جز درخواست از شما راه دیگری برای ادامه این کار نداریم. به مبالغ بسیار کم در حدی که امکان داره برای شما این برنامه رو حمایت کنید، این شبکه رو حمایت کنید و بگذارید که باعث بشوید که یک کار بی سابقه و سودمند در جهت کمک به بشریت، نه فقط به یک دین و یا یک باور به خصوص، بلکه به بشریت از طریق شما کمک بشه. و آخرین مطلبم این است که هر چقدر که ما بیشتر بتوانیم دوام بیاوریم، تعداد بیننده های ما بیشتر خواهد شد. من خاطرم هست که اوایلی که این کار رو شروع کرده بودیم، وقتی که یک نوتیسی یا اعلامیه‌ای در فیسبوک میگذاشتیم، در طول هفته 7 نفر، 6 نفر، 8 نفر نگاه میکردن. وقتی که واقعه انفجار بزرگ کابل اتفاق افتاد و مهندس فنی که در اینجا با ما کار میکنه 3 تا کلیپ درست کرد، 3 تا فیلم کوتاه درست کرد که از این ماجرا در واقع نوعی انعکاس احساس خودش رو بیان میکرد، جمع کسانی که به این 3 کلیپ نگاه کرده بودن فکر میکنم از 200,000 نفر 200,000 نفر متجاوز شد نسبت به هر 3 کلیپ البته. و این نشان میده که چقدر ما میتوانیم که کارمون رو توسعه بدهیم و چقدر میتوانیم که در سطح جهان بیننده داشته باشیم. اگر شما یاری کنید و یاری هم میکنید و کار ما بتواند که ادامه پیدا بکند، ما از این هزاران هزار بیننده که هر روز به بیننده های ما اضافه می شوند، تعدادی هم هستند که هم امکان دارند و هم احساس مسئولیت هر دو، و هرچه بیننده های ما زیادتر بشوند امکان این حرکت بیشتر می شود. و باز هم باید تذکر بدهم که اجرا کنندگان برنامه و برنامه سازان و خادمین شما هیچ کدام دیناری از این شبکه وجهی دریافت نمی کنند و مدیریت این شبکه هم همه مدیریت رو 100% رایگان انجام میده و به عنوان وظیفه قرآنی و زکات محسوب میکنه. بنابراین ما کم خرجترین شبکه تلویزیونی دنیا هستیم که با افراد فنی هم که در اختیار ما هستند، اونها هم همه معتقد هستند به کار خودشون و اونها هم این کار رو یک نوع عبادت تلقی میکنند و محیط بسیار خوبی ما اینجا داریم برای خدمت. یک کمی احتیاج به کمک مالی داریم، ما رو یاری کنید. درباره موضوع تعهد صحبت میکردیم که بحث به اینجا رسید و باز هم تأکید میکنم که ما وقتی که قرآن رو میخوانیم و میشنویم و یاد میگیریم یا به دیگران هم یاد میدهیم، این پایه های اصلی قرآن رو بایستی که فراموش نکنیم و تشخیص بدهیم که ماهیت این کتاب یا خصوصیت این کتاب
اگر بخوایم بگوییم که همه قرآن رو در یک لغت معنی کنیم که قرآن چگونه کتابی است، می شود گفت که کتابی است که از طرف خدا آمده، کتابی است که مقدس است، کتابی است که چنین است چنان است، همه این هم درست البته. ولی یک کلمه مفهوم کلی قرآن رو بیان می کند. قرآن هدایت است. هدایت از طرف چه کسی؟ هدایت از طرف خدا. از کجا مطمئن هستید؟ به لحاظ اینکه تضمین شده است. کجای قرآن تضمین شده است؟ اوفو به عهدی، وفا می کنم به عهدم. عهد تو چیست خدایا؟ عهد تو این است که قرآن رو هدایت بدهی و مردم رو هدایت بدهی و قرآن هدایت کننده باشد برای کسانی که تقوا می‌ورزند، متقی هستند. و این تعهد تو ما رو دلخوش می‌کنه که ما با میل تو روبرو نیستیم. خوب توجه کنید. رشید در مقابل خدا بایستید و بگویید ما اطمینان داریم که تو با تعهدی که کردی، اگر ما شرایط تعهد رو انجام بدهیم، تو خدایا مدیون هستی که ما رو هدایت کنی. خودت گفتی، گفتی این کتاب کتاب هدایت است و گفتی اوفو به عهدی، وفا می کنم به عهدم. قسمت دومی هم دارد این بیان قرآن، با اون این است که اوفو به عهدکم، وفا کنید به عهد خودتون. هر کس به عهد خودش وفا کنه در مقابل قرآن، این موضوع دعا و ثنا و خواستن و گریه کردن و شفیع تراشیدن و شفاعت خواستن و اینها نیست. این حساب ریاضیات است. دو مساوی است با یک به اضافه یک. با دعا، بی دعا. قرآن کتاب محاسبه است. اگر فرمول قرآن رو رعایت بکنید، قرآن هم فرمول شما رو رعایت میکنه. اصلا قرآن هیچ جای تردیدی برای کسی باقی نگذاشته. به نظرم معنی اینطوری میده، شاید هم اونطور باشه، شاید هم اینطور باشه. خودش میگه من اصلا کتاب گمانه‌زنی نیستم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. در چه؟ در ارتباط با مفهوم آن هیچ نوع ریب و شکی و گمانه‌ای وجود ندارد. قاطعیت دارد قرآن. اگر میگوید که خدا تو را هدایت میکند، خدا هدایت میکند. شرط هدایت رو باید فهمید چیست؟ باید تقوا داشته باشی. بنابراین تقوا به اضافه اطاعت مساوی است با هدایت. خدا میگوید که من متعهد به هدایت هستم. خدا مجبوره، یعنی خدایی که خودش جابره در مورد هدایت کردن مجبوره، مجبور مشروطه. یعنی اگر شما به امر خدا اطاعت کنید و اون چرا که او دستور داده انجام بدید و به تعهدات خودتون عمل کنید، اگر میگوید یا کن عبدو، من تو را عبادت میکنم و از تو اطاعت میکنم، و یا کن استعین، و از تو استعانت میخواهم، از کسی دیگر استعانت و کمک نمیخواهم، اگر چنین کنید، اون وقت خدا رو مجبور کردید، خدا رو محدود کردید، خدا رو محکوم کردید به این که شما را هدایت بکنه. به همین وضوح که مشاهده میکنید، به همین وضوح که میشنوید، یعنی خدا هیچ چاره ای نداره جز این که شما را هدایت بکنه. اگر شما متقی باشید، اگر شما عابد باشید و اگر خدا را معبود بدارید و مطاع بدارید و مطیع او بشوید. این رو میگم فرمول ریاضی که نه به دعا احتیاج دارد، نه به شفاعت احتیاج دارد، نه به دست بلند کردن و کوتاه کردن احتیاج دارد. این یک قرار و یک قانون طبیعی است که خدا در مقابل شما گذاشته.
وفا می کنم به عهدم که هدایت کردن توست. وفا کن به عهدی که می بندی، عبادت کن من رو، اطاعت کن از دستورات من، و جز از من از کسی طلب مساعدت نکن. حالا میگویید چطور خود شما توی این برنامه از ما طلب مساعدت میکنید؟ من از شما طلب مساعدت نمیکنم. من وظیفه شما رو به شما گوشزد میکنم و به شما میگویم که این امتحان خدا نیست، امتحان من هم نیست، این امتحان شماست. شما در مقابل خدا، آیا شما باعث تزکیه اموال خودتون میشوید؟ آیا شما امر به معروف میکنید؟ آیا اساساً مفهوم امر به معروف رو میدانید چیست؟ امر به معروف این است که انسان در خیابان یک شلاق به دست بگیرد، هر دختر و پسری که دست هم رو گرفته باشند اینها رو مورد تنبیه قرار بدهد و فرض بر زنا بگذارد و وسط خیابان اینها رو شلاق بزند. لازم هم نیست آدم کارمند دولت باشه، همه ی آدم ها باید که همه ی آدم های دیگر مرتب شلاق بزنند. اصلا احتیاج به قرار و قانون و اینها هم نداره. چرا؟ چون ما مسئول هستیم، از طرف خدا مسئول اعمال مردم هستیم. این است که ما کار زندگیمون رو باید رها بکنیم، یکی یک شلاق دستمون بگیریم. هر کس قمار کرد، هر کس مشروب خورد، هر کس شراب خورد، هر کس روسری سرش نبود، هر کسی نماز جمعه رو به موقع نخواند، یعنی در واقع ما بایستی که مکتبی رو دنبال بکنیم که بزرگان اون مکتب سردمداران جنبش فاسد و منحط داعش هستند. یعنی ما به اونجا میرسیم وقتی که عابد نباشیم، وقتی که از خدا عبادت نکنیم، اطاعت نکنیم و جز او از دیگری استعانت بخواهیم، اون وقت نهایت کار ما به جایی میرسد که تازه این داعش بهار انحطاط و انحرافه و حالا هی بزرگتر میشه و بزرگ شدن داعش و شروع داعش به مناسبت جهل ما به قرآنه. اگر بشریت به قرآن جهل نمی داشت این اتفاقات نمی افتاد. کاری که ما با شما انجام میدیم، دست جمعی داریم انجام میدیم این کار رو، کار یک نفر هم نیست و جزء کمک های شما این چراغ رو روشن نگه داشته. در واقع هرچه قرآن ترویج پیدا بکنه و در بین مردم شناخته تر بشه، امکان فعالیت دزدان و دروغگویان و متجاوزین و ستمگران و دروغگویان و وطن فروشان و دین فروشان و قرآن فروشان و شرافت فروشان کمتر و کمتر می شود. چون که عواملی مثل داعش، مثل بن لادن، مثل طالبان و مثل بقیه جنبش های افراطی که هیچ ارتباطی با اسلام ندارند جز دشمنی، اینها در واقع معماران ایجاد فساد و خدمت به استعمار جهانی هستند. یعنی در مجموع شما وقتی نگاه بکنید میبینید که کار اینها خدمت به دزدان بزرگ دنیا و سرمایه، به طور کلی خدمت اینها، خدمت امثال داعش به واژه سرمایه است. حالا سرمایه لازم نیست که حتما در همسایگی اونها باشه، هر کجا که سرمایه به عنوان قدرت متکاثر وجود داشته باشه، به قدرت کثرت غیر موجه وجود داشته باشه، به عنوان احتکار وجود داشته باشه، سرمایه یعنی که در واقع تکاثر اموال مردم، احتکار اموال مردم، گرفتن امکانات مردم، یعنی پول سرقت و دزدی و تجاوز و خیانت رو در یک جای بلوکه کردن، این یعنی سرمایه. سرمایه منظور من ثروت نیست، ثروت یک امر دیگری است. مال و مالیت با مالکیت تفاوت بسیار داره. در این موارد فرصت میخوام که از قرآن شواهدی بیاورم و توضیحاتی بدهم و موضوع رو با هم مطرح بکنیم. جنبش های نظیر جنبش داعش
اینها جنبش های اسلامی نیستند و اصلا ریشه در دین ندارند، بلکه ریشه در خدمت به اجانب، خدمت به استعمار دارند و در واقع یک نحوه جدیدی است که دنیا با سوء استفاده از قرآن و با استفاده از جهل و خرافات و وحشت مردم از قرآن و بیسوادی مردم نسبت به قرآن یک شیوه هایی رو اختراع کردند در 50-60 سال اخیر که به عنوان مخربترین نیروهای نظامی در دنیا کار میکنه. الان شما ببینید کاری که افراد داعش میکنند، جنبش های داعش میکنند، به هیچ عنوان با قوی ترین دستگاه های نظامی، اسلحه های نظامی، حتی بمب اتم قادر نیستند که اینها این کارهایی رو که داعش میکنه انجام بدن. شما بمب اتم رو که نمیتونید رو سر خودتون خالی بکنید. شما مثلا اگر که فرض بفرمایید که در اسرائیل نشستید، در چه میدونم نیویورک نشستید، نمیتوانید شما بمب اتم رو که رو سر خودتون خالی بکنید که یا تو همسایه خانه همسایه بیاندازید. اما شما میتوانید که داعش رو به خانه همسایه بیاندازید، داعش رو به صورت یک مایلی، دو مایلی، ده مایلی خودتون منفجر بکنید. و این انفجارهایی که انجام میدن، اینها انفجارهایی است که به مراتب اثر و تأثیرش از بمب اتم بیشتره. مگه میشه که این دنیا که انقدر کوچیکه، کشورهای کوچکی کنار هم هستن، تو سر هم بمب اتم بندازن؟ اما میتوانند که بمب خردل بیاندازن، بمب شیمیایی بیاندازن، بمب میکروبی بیاندازن، همین بمبهای گازهای خفه کننده، همین کارهایی که میکنن، اینها رو همه رو به این خاطر انجام میدهند که سیاست جهانی امروز متوجه شده که عجب اشتباهی تا دیروز میکردیم. ما بی خود سرباز میفرستادیم، نیروی نظامی پیاده نظام میفرستادیم، ویتنام اونطور شد. این تجربه ویتنام دیگه تکرار نمیشه. درس هایی که دولت های استعماری دنیا از اشتباهات در ویتنام گرفتن و خسارت های سنگینی که پرداختند، تغییر جنبش ها و تجاهل در باور مردم و ایجاد گمراهی و انحطاط از چیزهایی که مردم به اون به چشم مقدس نگاه میکنند، یعنی فساد در تقدس و حمله به تقدس، چیزی که مردم در مقابل اون مقاومت ندارند و مردم بسیار بسیار در مقابل واژه تقدس ضعیف هستند، این است که هر چیزی رو که ما در لفاف و حجاب تقدس به مردم تحمیل کنیم و تحمیق کنیم، مردم پذیرای اون می شوند. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام عرض میکنم، بفرمایید قربان. سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ تشکر میکنم قربان. آقای آقاچی، من میخواستم، داشتم الان برنامه‌تون رو نگاه میکردم، پیوند با مردم. خواستم یک چیزی رو به فرمایشات شما اضافه کنم، چون هرچی که میفرمایید کاملا صحیحه. و اونم اینه که اسلام، مسلمانی یه بخشی یا یه شعبه از اسلامه، مسیحی هم اسلامه، یهودی هم اسلامه، ابراهیم هم دین اسلام بود، نوح هم دین اسلام بود. اسلام تسلیم خدا بودن یا یکتا پرستی. آفرین. همه این دین ها دین هایی که از طرف خدا اومده و دین اسلام لقب داره. برای همین هم خداوند میگه هر کسی در دنیا به غیر از دین اسلام، نمیگه مسلمانی، میگه به غیر از دین اسلام در این دنیا دین دیگری اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد، در آخرت هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. پس بنابراین دین اسلام مجموعه تمام دینهای ابراهیمیه. آفرین آفرین آفرین. بنابراین مسلمانی شعبه ای از اسلامه که به فرقه های مختلف تقسیم شده. یکی از اونها هم شیعه، یکی سنیه، یکیش وهابیته و اقسام این شعبه ها تقسیم شده که به نظر هیچ کدوم از اینها قرآن رو با قرآن جلو نمیرن. اینا هر کدوم شیعه
با توکل به امام و توسل به قبر و توسل به این و به اون جلو میرن. و سنی هم هرچه که کم میاره بلافاصله از حدیث و روایت استفاده میکنه، هیچ کسی قرآن استفاده نمیکنه. یعنی چیزی که قرآن باید بگه، امر به معروف و نهی از منکر که خدا گفته، اینه که خدا گفته آقا در این دین، در هیچ دینی اجبار نیست. شما نمیتونی به زور یکی رو بیاری و بخوای مسلمان بکنی یا مسیحی بکنی یا یهودی بکنی یا چیزی دیگه. بنابراین اگر مسلمان ها بفهمن که آقا این تکبری که خدا میگه من از انسان متکبر متنفرم، باید این تکبر رو از خودت بیرون کنی. یعنی این که بگی آقا این مسیحی هم این منه، یه خدا رو میپرسته، یه نوع آداب و معاشرت و یه نوع عبادت دیگه ای رو خداوند برای اینا تعیین کرده. بنابراین باید قبول بکنیم که ما مسیحی هم همونیه که ما هستیم. اگه ما اینو قبول بکنیم، همه چی به نفع همه تموم میشه. آقای مرزا آقاسی، من یه سوره براتون میخونم در این مورد. سوره معاهده آیه 48. بله. و خداوند میفرماید و قرآن را که تصدیق کننده کتابهای قبل از خودش و نگهبان آنهاست. خداوند هیچ وقت دین یهود و مسیح رو کنسل نکرده، هیچ دینی رو کنسل نکرده خداوند. آفرین. و نگهبان آنهاست، بر تو به حق نازل کردی. بنابراین بین آنها مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و در مورد حقی که بر تو آمده از دلخواه آنان پیروی مکن. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد، ولی خدا میخواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید. پس در نیکی ها بر یک دیگر سبقت جویید. بازگشت همه شما به سوی خداست. سپس از آنچه در آن اختلاف میکردید به شما خبر خواهد داد. اگر مسلمان ها بتونن، مسلمان ها نه اسلام، مسلمان ها بتونن درک بکنن، آقای میرزا آقاسی، من فکر نمی کنم برای شیعه یا برای اهل تسنن فهمیدن قرآن و یا باز کردن قرآن، چون خداوند میگه این قرآن یه قرآن روشنیست و احتیاج به تفسیر و توضیح نداره. آفرین آفرین. به چندین آیه اومده. همینطوره. بنابراین آیا شما اینو قبول داری؟ کاملا کاملا قبول دارم. کاملا کاملا. بنابراین وقتی که میگه در دین اجبار نیست، یعنی آقای میرزا آقاسی شما به من بگید، من الان تو کانادا، تو ونکوور کانادا زندگی میکنم، در حدود 35 ساله. بله. منی که روزه میگیرم و جلوی من یهودی و مسیحی میاد میشینه و غذا میخوره و نوشابه داره و به اصطلاح آب میخوره و من نشستم و اونو نگاه میکنم و خب من به خاطر رضای خدا و نفس خودم من این کارو میکنم، یعنی که خودم رو نگه میدارم. حالا بیایم این کارو بکنیم که آقا نخوری، اگه بخوری شلاق میخوری. آقا کجای دین نوشته که شلاق میخوری تو اگر روزه بخوری؟ بله. من اگر جلوی مشروب فروشی رد شدم و مشروب نخوردم برای رضای خدا، من کار درست کردم، نه اینکه همه رو ببندی بعد یارو میره تو خونش میشینه میخوره. بله. شما میدونید که در قرآن به هیچ عنوان ما موضوعاتی روی که جنبه گناه داره، مثل مشروب خوردن، مثل روزه نگرفتن، مثل نماز نخواندن، مثل قمار کردن، اینها هیچ کدامش در قرآن جرم محسوب نمیشه. اینا همه گناه محسوب میشه. گناه هم بین شما و خداست، ربطی به بشر نداره. یعنی ما تحت هیچ عنوان نمیتونیم که برای نماز خواندن قانون وضع کنیم، نمیتوانیم برای مشروب نخوردن قانون وضع کنیم. و بعد هم قرآن به پیامبر اکرم
میفرماید که تو مسئول اعمال مردم نیستی. توجه کنید به پیغمبر چی میگه. اون وقت ما چی هستیم که ما مسئول هستیم؟ ولی ما هستیم البته. نگهبان اونا نیستی. بله، ما البته چون از پیامبر مقاممون بالاتره، ما مسئول اعمال مردم هستیم و باید مرتب به کار اینا فضولی کنیم و برای مردم تکلیف معین بکنیم که چه کسی باید نماز بخونه، چه کسی باید نخونه. اگه کسی روزه نگرفت اونو تنبیهش کنیم، چون ما مقاممون از مقام حضرت محمد بالاتره. آخه ایشون مقامش پایین‌تر بوده، ما خیلی مقاممون بالاست. و بخور یکیشون پیغمبر کار خودش رو تموم نکرد بعد دنیا نه. بله بله، به هر حال من از مساعدت فکریتون بسیار ممنونم و از اینکه مطالبی رو که شاید ما با یک مقداری ثقل کلام بیان میکنیم، شما با این شیوایی و روشنی و زبان مردم بیان میکنید و بیشتر اثر میگذاره روی مردم و بیشتر مردم متوجه میشن. از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم و دعوت میکنم که در برنامه های ما تشریف بیارید و ما رو یاری کنید. حتما حتما آقای آقاشی، اینی که من خدمت شما عرض کردم و با هم صحبت کردیم، این امر به معروف و نهی از منکر، هیچ چیز دیگه ای غیر از این نیست. آفرین، از شما خیلی ممنونم و منتظر تشریف فرماییتون در برنامه های دیگه هستم. خدا شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. شما رو به خدا میسپارم. قربان شما. خدا حافظ. خدا حافظ. بیننده دیگری در بین فرمایشات این بیننده گرامی دوست عزیز تلفن کردن که موفق نشدیم گوشی رو برداریم. هر وقت که میل داشتن میتوانند که تلفن بکنن، در خدمتشون خواهیم بود. در فرصتی که داریم این رو عرض میکنم که موضوع امروز، چون نسبتاً بحث آزاد رو ما دنبال میکنیم، بیننده های محترمی که ما داریم، هر کدامشان هر وقت که اراده فرمودن میتوانند هر موضوعی رو که مایل بودن مطرح بکنن. اگر که برای پاسخ آمادگی نداشته باشیم، موکول به برنامه دیگه میکنیم. اگه پاسخش رو هم بدانیم که در همین برنامه با شما در مورد اون صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم حضورتون، بفرمایید. سلام علیکم. من میخواستم این آقایی که صحبت کرد میخواستم با یه چیزی دیگر اضافه بکنم. بفرمید. تنها دین های ابراهیمی نیستن که سلام علیکم. من این اگر که تلویزیونتون رو ببندید، از گوشی تلفن با من صحبت بکنید که اکو ایجاد میکنه، مردم متوجه صداتون نمیشن. بفرمید. بهتر شد الان؟ الان خیلی خوب شد. بله قربان. من با این عزیزی که صحبت کرده اول سلامی عرض کنم به تمام عزیزان و سرورانی که زحمات زیادی رو متحمل میشن برای برگزاری برنامه های پرمحتوای علمی، فرهنگی و اجتماعی و قرآنی. این عزیزی که صحبت کردن، من خواستم یه چیزی هم اضافه بکنم. تنها دینهای ابراهیمی نیست که اینها رو میگه، بلکه قرآن یه چیزی به نام سابعین هم داریم. ما در قرآن سابعین کسانی هستن که شاید اصلا به دینهای ابراهیم معتقد نباشن، ولی اگر به معاد و یکتا بودن خداوند متعال معتقد باشن، اونها رو هم شامل خواهد شد. همینو میخواستم بگم. به نظر شما وقتی که در قرآن میگوید که با اهل کتاب، حالا ما نمیخوایم که نگرش فلسفی به این واژه قرآنی داشته باشیم که بگیم اهل کتاب، کدام کتاب رو میگه؟ بالاخره زمان پیامبرم همین کتاب انجیل و همین کتاب توراتی که حالا به هر شکلی هست، درست یا غلط که امروز هست، اون روز هم بوده. بنابراین وقتی که قرآن میگوید اهل کتاب، به کتابی اشاره نمی کند که اون کتاب از نظر فلسفی باید که در مجموع همین کتاب قرآن باشد و این جمع جمعی آیات باشد. اون نگرش رو ما می توانیم داشته باشیم، ولی مفهوم کتاب در بیان عام همین کتابی است که
باعث اعتقاد مسیحیان به مسیحیت میشه، باعث اعتقاد یهودیت به یهودیت میشه. حالا اون کتاب نوشته است، نوشته نیست، به صورت سنت فرهنگ. با این مقدمه میخوام عرض بکنم که وقتی قرآن میگوید که حتی ازدواج با اهل کتاب برای شما مجاز شده، حالا طعام و اینها که جای خود داره، به نظر شما انگیزه این که امروز اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به نام مسلمان خودشون رو معرفی میکنند یا فکر میکنند که مسلمان هستند، کارهایی میکنند که با اصل و متن قرآن ضدیت داره؟ یعنی میگویند که مثلا یهودی نجسه. شما خاطرتون هست که زمانهای قدیم در ایران، در شهر تهران، در محلهی به نام سرچشمه میگفتند که تعداد چندین هزار یهودی در اونجا زندگی میکرد. من طرفدار یهود نیستم و بسیار هم ازشون گله‌مندم در جهات مختلف سیاسی در دنیای امروز، ولی راجع به اون موضوعات من صحبت نمی کنم. من راجع به ظلم و جوری که مسلمان های جاهل بی قرآن نادان متجاوز در طی سالهای طولانی نسبت به این افراد انجام میدادن، افرادی که مثل همه کار میکردن، زحمت میکشیدن، مالیات میدادن، مطیع دولت بودن، اینها رو ما به روزی درآورده بودیم که برای اینکه وقتی باران میامد اینها نجس بودند، نقب زده بودند اینها از خانه های خودشون. کوچه باریکی بود که فرض بفرمایید که در محله‌ای که معروف به محله یهودی هم بود با اسم زشت دیگری، اینها یک کوچه باریکی اگر بین این طرف اون کوچه و اون طرف کوچه دو خانه بود و اینها میخواستند که در باران بیان بیرون، دستور بود که موقع باران، موقع بارندگی، اینها اجازه خروج از منزل نداشتند، برای اینکه امکان بود که یک مسلمان تنش به اینها بخوره و در اثری که نجس بودن اینها و مسلمان تمیز هم نجس بشه. و اینها از زیر زمین نقب می زدن و از زیر زمین به خانه های هم دیگه رفت و آمد می کردن. در صورتی که قرآن می گوید که ازدواج با اینها مجازه، یا طعام اینها رو ما نجس می دانیم، در صورتی که قرآن می گوید طعام اینها تمیزه. ما سگ رو نجس می دانیم، در صورتی که قرآن دهن سگ رو از هر چیزی تمیزتر می داند. مگه در قرآن ما آیه نداریم که سگ شکاری که شکار میگیره برای شما و میاره شکار رو جلوی شما میاندازه، این شکار رو با چنگال میگیره، با دستش میگیره، چجوری شکار رو میگیره؟ مگر جز این است که دندانهاش رو فرو میکنه در شکار و آب دهانش با گوشت اون طعمه قاطی میشه و بعد میاد این طعمه رو جلوی شما میگذاره و تحویل میده و قرآن میگوید این طیب و طاهر است، چیزی که با آب دهان سگ مخلوط شده. مگر نه این است که سگ اصحاب کهف بزرگترین هدایت کننده من و شما هستند در تاریخ و در بین مرزهای مختلف تاریخ و افق بین زمان و مکان و حرکت نسبی و این همه چیز رو از سگ ما یاد گرفتیم. و بعد در قرآن میگوید این سگ اونقدر دهنش تمیزه که به شما اجازه میده از نظر بهداشتی شکار شما رو که میخواید صرف کنید، این شکار رو بسیار درد دل زیاده. حالا ما از کجا به نظر جناب عالی به این گمراهی و به این ضدیت با قرآن مبتلا شدیم که همه چیز رو در جهت مخالفت با قرآن قرآن مینامیم؟ یعنی در قرآن به ما گفته است که شرک، الحاد، ارتداد، کفر، همه اینها اسمش دینه، منتها دینی است که شما قبول نکنید مسلمانان، اما در عین حال معارض کسی هم نشید، به او اعلام بکنید که من دنبال روی دین شما نیستم. میدانم که شما هم دنبال روی دین من نیستید، شما راه خودتون رو برید، من راه خودم رو میرم. در مورد اهل کتاب که سابعین هم جزو اونها هستند و قرآن همونطور که خودتون اشاره فرمودید میگوید کسانی که خدای یکتا رو میپرستند. حالا نوع پرستش افراد فرق میکنه. من در ساعت اول این برنامه عرض کردم که به تعداد ذهنیت آدم ها خدا وجود داره. اون موضوع وحدانیت خدا یک مسئله دیگه است. ذهنیت ما انسان ها
بر حسب تجربه و بسیاری از عوامل دیگر ما هر کدوممون یک خدایی داریم که در ذهن خودمون ساختیم. کسانی که به وحدت معتقد هستند لازم نیست خدای اونها شبیه خدای شما باشه، کما اینکه خدای من شبیه خدای شما شنونده نیست. اون وقت چطور ما میتوانیم که انتظار داشته باشیم که همه در ذهنشون یک خدای یک شکل و یک قد و یک اندازه یونیفرمی رو بپرستند؟ یونیفرمیتی در پرستش خدا وجود نداره. وحدت یک موضوع دیگری است که فرصت طرحش الان در این دقایق کوتاه نیست. حالا سوال من از شما به عنوان یک بیننده‌ای که از نحوه فرمایشاتتون برمیاد که عمری رو مطالعه کردید و شکست استخوان داند بهای مومیایی را، از شما این سوال رو میکنم که چه چیزی باعث شده که ما شمشیر به دست گرفتیم و به نام دوست قرآن رو قطعه قطعه میکنیم؟ علت سوالم هم این است که چه بکنیم که این نقیصه رو برطرف کنیم؟ اول علتش رو بگید. بله بفرمایید، شما ببخشید. علتش رو بفرمایید و بعد هم اگر درمانی به نظرتون میرسه مطرح بفرمایید. والا علت اساسیش، من یکی از بدبختی های بسیار بالایی رو که میتونم، یکی تنبلی خود ما هاست. تنبلی انسان ها باید خودشون با اراده خودشون، با دید خودشون، با علاقه خودشون به این مسائل نگاه بکنن و برن جلو و استقلال فکری در قرآن داشته باشن. ما به خاطر عدم فهم قرآن به هیچ عنوان من الوجوهی تمام این مسائل رو باعث شده، به طوری که آیه فرقان آیه 42 قرآن میگه یا رب قوم تخذوا هذا القرآن مهجورا. زمان خود پیغمبر این کار رو کردن، هم قرآن رو زندانی کردن هم قرآن رو به دور انداختن. 42 آیه میگن که این سوره 42 قرآنه. پس در نتیجه نشون میده که ما، یا چه مسلمان باشن، ما مسلمان کافر داریم، ما یهودی کافر داریم، ما مسیحی کافر داریم و میتونیم سابعین کافرم داشته باشیم، میترازیزم کافرم داشته باشیم. اینا من نتیجه کل این برنامه رو من در این میدونم که انسان خودشون رو مالک میدونن، اونرشیپ میدونن، هیچ موقع خدا رو به عنوان اینکه خداوند متعال هستش که مالکیت اصلی رو داره و او هستش که مخه اصلی هست و باید به اون سمت بریم و تمام اینها به صورت امانیه. ولی خب به علت ما، به علت حالا تنبلی هایی که داریم، قرآن چیز مشکلی نیست به نظر من. من حتی بخوام این رو بگم که شما از یک بچه هم قرآن میشه آدم یاد گرفت. از یه بچه که اصلا نه مسلمانه، نه کافره، نه نمیدن اینه، نه اونه، از بچه هم میشه. برای تو جز آیات الهی حساب میشه. همه اینها نشانه های خداست. ما متاسفانه به خاطر ذهنیتمون هر چیزی رو که ساختیم از ذهن خودمون ساختیم. اون چیزی رو که باهاش مبارزه باید بکنیم، تطبیق ذهن با جهان خارج از ذهنه. این جاذبه زمین وجود داره، این مداد میندازم، این قانون میاد پایین، منم که باید ذهنم رو با اون تطبیق کنم، نه اینکه بیام ذهن گرایی بکنم. منم که باید هستی رو بفهمم، منم که من باید باشم. من بارها و بارها گفتم انسان بهشتی به بهشت میره، یعنی بهشت رو باید در درون خودمون بسازیم، جهنم هم خودمون با درون خودمون بسازیم. تمام اینها به خاطر ذهن گرایی هایی که داریم. هیچ وقت نمیخواییم تطبیق ذهن با جهان خارج از ذهنمون بکنیم که باید بکنیم. و بزرگترین تعلیم قرآن هم همینه. بزرگترین تعلیم قرآن هم در این هستش که انسان هستی رو متوجه بشه و ذهن خودش رو با اون تطبیق بگه. این احتیاج به پاکسازی داره، احتیاج به تقوا داره، احتیاج به عبودیت داره، احتیاج به ذوق داره، به شوق داره، عرفان داره، احتیاج به خیلی چیزهای دیگه داره. کوچکترین فکر انسان بتونه بکنه. آقای آسی، من که یک موقع بود که
خب من یک دفعه اصلا کل از اول دیکشنری تا آخر دیکشنری زم تو ایران بود، همه اینو خوندم. لغت هایی که علاقه زیادی داشتم بهش علامت گذاری کردم و بعد اومدم کتاب های دیگر رو خوندم، کتاب فلسفه خوندم، کتاب قرآن خوندم، کتاب دیگر، دیدم اون لغت هایی که من خیلی علاقه دارم همش گفته شده. یعنی انسان فطرتاً خودش این گونه آفرید خدا در سرشتش گذاشته اگر یک سر دقت بکنه. ولی خب متاسفانه ما درگیر مسائلی هستیم و این من فکر میکنم که احادیث بزرگترین، ببخشید اینو میگم، من خیلی هم خوبه ولی هیچ وقت ما نباید اینا رو با قرآن قاطی بکنیم. حتی مولانا رو نباید با قرآن قاطی بکنیم. اینا جای خودش بخونیم. قرآن یک موضوع خاص خودشو داره، موضوع خودشو داره، اونو بررسی بکنیم، مستقلا بفهمیم، مردم رو جمع بکنیم، از استدلال‌ها استفاده بکنیم برای فهم قرآن. فقط مختص خود قرآن که ببینیم ما بارها شما این رو مطرح کردیم، آیا ما میتونیم قرآن رو از سر قرآن بفهمیم یا نه؟ و میتونیم بفهمیم. این استعداد خداوند داده و بعدم برن کتاب های دیگر رو بخونم. اون کاری که من کردم از طریق دیکشنری، حالا بریم از طریق قرآن بخونیم، قرآن رو مستقلن بخونن، اصلا کاری نداشته باشیم کی چی گفت، خودشون بخونن، خودشون فکر کنن، بعد برن کتاب های دیگر رو بخونن، ببینید چه قرآن چه آبیاری کرده، ببینید قرآن چه فلسفه هایی رو بطرح کرده. مسئله اینا فقط تنبلی، فقط یکیش تنبلیه، یکی که متدیر مسئله احادیث و این چیز هستیم، یکیشم که تطبیق با جهان خارج از ذهن خودمون رو انجام نمیدیم. حالا شما در این قسمت از فرمایشاتتون بگم ولی نمیدونم، حالا خود شما بفرمایید. شما در این قسمت از فرمایشاتتون اشاره فرمودید که دلایلی که ما به این روز افتادیم، ولی الان افتادیم، الان تو این چاه افتادیم و جز تاریکی چیز دیگه ای رو نمیبینیم. و به نظر شما اگر که این مثال رو قبول بکنید که ما الان در چاه غفلت و شرک افتادیم و قرآن که مظهر توحید هست و مظهر وحدت خدا هست خارج از این چاه هست و ما دسترسی نداریم که از این چاهی که به هر دلیل که حالا تعدادش رو از دلایلش رو فرمودید تو این چاه افتادیم، پیشنهاد شما، البته من و شما نمیتونیم که مشکلات دنیای امروز رو حل بکنیم ولی بالاخره هر سری عقلی داره، به نظر شما ما الان در این چاه غفلت، چاه نفرت، چاه جنگ، چاه خشونت، چاه خرافات، چاه بیرحمی، چاه بیرحمی و بیمروتی که اسیر شدیم، به چه وسیله ای ما میتوانیم که این سقوط رو جبران کنیم و از این جایی که فرو افتادیم و ساقط شدیم، به نظر جناب عالی در عبادتهای خودتون، در اعمالی که خودتون انجام میدید، برای شخص خودتون شما چه نسخه ای دارید که از این غفلت انسان بیرون بیاد و از این 1400 سال در جا زدن و خلاف رفتن و دروغ گفتن و شرک ورزیدن و خدا رو مورد شرک قرار دادن و نام این رو توحید گذاشتن، ما چطور میتونیم که از این فرهنگ نجات پیدا بکنیم؟ من چند وقت پیش در یک تلویزیون دیگری بودم، یک خانمی در اون تلویزیون صحبت میکرد و میگفت که ما برای اینکه دردهامون برطرف بشه یا نیازهامون برقرار بشه، جبران بشه، قرآن روی سرمون میگذاریم و ختم قرآن میگیریم. گفتم ختم قرآن یعنی چجور ختم قرآن میگیرید؟ هیچی، قرآن رو باز میکنیم، میذاریم روی سرمون و دستمون رو بلند میکنیم و میگیم خدایا تو رو به این قرآن قسم میدیم که مثلا روزی ما رو بهتر بکن یا بالاخره حاجات ما رو برآورده کن هرچی که بوده. و گفتم خب اون وقت این انجام میشه این کار شما یا نه؟ گفت معمولا نه. گفتم اون وقت شما چه میکنید وقتی که این قرآن رو روی سرتون میگذارید و شب تا صبح دعا میکنید و صبح با شبتون هیچ تفاوتی نمیکنه و هیچ اتفاقی نمیفته، بعد شما چه میکنید؟ باورتون نمیشه شما که گفتن که ما قرآن رو میبندیم و فردا شب ختم بخاری انجام میدیم.
اولش من خوب متوجه نشدم که چی میفرماید اون خانم، و بعد فهمیدم که منظورش کتاب حدیث بخاری است که میگوید که وقتی که قرآن نمیتونه که کار خودش رو انجام بده و حاجات ما رو روانه میکنه، و اون خانم الان زنده است، اون شبکه هم الان زنده است، فرمایشات این خانم توی یوتیوب هست که وقتی اتهام بی خود نزده باشه. ما با این فرهنگ، یعنی میگوید که اگر قرآن رو باز کردید روی سرتون گذاشتید عمل نکرد، شما میتونید که کتاب حدیث آقای بخاری رو باز کنید بذارید روی سرتون، اندفعه از اون بخواین که پلوی خدا شفی بشه و درد شما رو درمان بکنه. ما توی این فرهنگ که زندگی میکنیم و توی این حوزه فکری و حوزه ذهنی که فرو افتادیم و هر روز هم دامنه این وسیع تر میشه، شما خودتون شخصا که بالاخره شما توی خانواده مسلمان به دنیا آمدید و شما هم با این کم و بیش مثل همه ما مقداری قرآن، مقداری ضد قرآن اینها در زندگیتون وارد شده، شما چه کردید که قرآن رو پاک کردید از اون چه که غیر قرآنی است؟ من وقتی که اعمال اشخاص رو دیدم و متوجه شدم که اصلا با یک چیز بسیار منطقی، یعنی اصلا منطق نداره و جواب نداره، کلن گفتم خب باید یه جاش اشتباه باشه، چون من تکیگاه هم باورم به همین چیز به ایمانی که داشتم به اون تکیه کردم و سعی کردم که این کار درست کنم، ولی هیچ وقت موفق نشدم. یعنی به موفق نشدم، یعنی من الان تو همین جایی که هستم. خب یه جلسه قرآنی رو گذاشتیم، خواستیم شروع بکنیم، از صفر شروع کردیم، گفتیم آقا انسان ها باید استقلال فکری داشته باشن، چیز داشته باشن، اینجوری باشن، و سعی کردیم که همون جوری که باید بکنیم انجام بشه، ولی خب من خودم شخصا موفق نشدم حقیقتش. آخر سر تنها چیزی که برای من مون به غیر از تهمت زدن به من و چیز دیگه وجود نداشت حقیقتش، که شما این رو از کجا آوردید، این رو از کجا آوردید، حالا صد تا دلایل قرآنی هم که میاری، او شما ها رفتید و راجع به دنیای مجرد صحبت میکنی، دنیای فلان صحبت میکنی، این ها بحثای فلسفیه. گفتم کجا این بحثای فلسفی، آخ من نمیفهمم چرا متوجه. بعد متوجه شدم که اصلا نمیخوان قبول بکنن، اصلا نمیدونم چی کار باید کرد. و فقط خب من یادم میاد که یک زمانی بود که میخواستم راجع به سوره داوود بود صحبت بکنم، و بعدش اینو رفتم جلو اینو خوندم و اینو، بعد یه مقداری که المیزان رو باز کردم و اینو دیدم که اگر بخوام برم این کار رو بکنم، من اصلا بیشتر از نیم ساعت وقت ندارم و اینو، خیلی درگیر شدم و اینو. بابا پدرم خود رحمت کنه همه مردگان شما رو، برگشت گفت چی شده؟ گفتم بابا به من گفته اینو صحبت کن، هی میخونم اینجوری صد تا مطلب از یک مطلب. البته اینم درست هست، شما مولانا مثلا من برای یک سوال که ایجاد میشه مولانا رو باز میکنم، جواب سوالمو میخوام بگیرم، صد تا سوال ایجاد میکنه برای من، ولی خب اون جوابم میده، ولی صد تا سوال جدید ایجاد میکنه. قرآنم که خوندم صد تا چیز جدید ایجاد میکنه. همین رو به گفتم، گفتش که اون گفتش که بابا خیلی ساده است این چیزا نیست، ولی یه چیزی رو میخوام به شما بگم که شما خیلی خوب این رو در بعضی جاها مطرح کردی که قرآن رو خوندی و متوجه نشدی و دوباره خوندی متوجه نشدی. قرآن رو نخون، جمع بذار کنار، ببین تقوا چجوریه، بذار کنار ببین صداقت چجوریه، بذار کنار ببین عبودیت چجوریه. یکی از این چیزها اشکال داره ای که باید انجام میدادیم که انجام ندادیم. و خب قرآن یه پری ریکوستی داره، مشکله و این پری ریکوستش هم مشکل نیست، برای بعضی ها مشکله، به خاطر اینکه صادق نیستن، به خاطر اینکه تقوا ندارن، به خاطر اینکه عبودیتشون اون عبودیتی که باید باشه نیستش. به هر حال من خیلی ممنونم از شما. من موفق نشدم. زنده باشید. من موفق نشدم برای این کار. الانشم
بازم میخوام یه برنامه هایی بچینم، تجربه هایی که قبلا کردم. شما بازم روی این موضوعات فکر بکنید، انشالله در دفعه های دیگه باز هم تشریف بیارید بیشتر با هم صحبت بکنیم. مثل این که ما یک خط دیگری داریم، مدتی است که خیلی ممنون، متشکرم. شما رو به خدا میسپارم، زنده باشید انشالله. خدا نگهدار. من تا این بیننده‌ای که تلفن فرموده بودن، حالا انشالله دو مرتبه تلفن میکنن، یک موضوعی که مطرح شده بود میخواستم امروز اول برنامه مطرح بکنم، فراموش کردم. سوالات بسیار زیادیه که در مورد وحی، موضوع وحی به ما رسیده و بیشتر این سوالات هم متوجه اظهارات آقای دکتر عبدالکریم سروش هست که در این شبکه ما برنامه ها و گفتارهای ایشان رو پخش میکنیم، نشر میکنیم و موجب سوالات بسیار زیادی شده که بعضی از این سوالات در فرمایشات خود ایشان پاسخ گفته شده و قسمت زیادیش هم البته بدون پاسخ باقی مانده. توضیحا میخواستم عرض بکنم که ما به حکم وظیفه قرآنی که داریم، نظریات معتبر موجودی که در بازار وجود داره که نظریات دکتر سروش هم یکی از اون نظریات هست در ارتباط با موضوعات قرآنی، اینها رو بدون هیچ نوع چشم داشتی یا بدون هیچ نوع هزینه‌ای برای گوینده از این شبکه منتشر میکنیم، نشر میدیم و به نظر خودمون این یک کار عبادی است و اطاعت امر خداست که وقتی که خداوند میگوید که شما اقوال مختلف رو بشنوید و بهترین اونها رو انتخاب بکنید، ما چطور میتوانیم که اقوال مختلف، قولهای مختلف، گفتهای مختلف، عقاید مختلف رو بشنویم وقتی که آزادی بیانی وجود نداره، آزادی گفتن و آزادی شنیدن وجود نداره. ما باید که اگر در این جایی نشستیم که من نشستم، اگر دوربینی جلوی ما هست، اگر میکروفونی هست، اگر فرستنده‌ای وجود داره و امکان داره که ما واسطه بشیم به عنوان یک گیرنده و فرستنده پیام دکتر سروش یا هر حکیم و دانشمند دیگری رو بگیریم و باعث بشویم که از یک مجلسی که 100 نفر، 200 نفر یا هرچه شنونده داره، او رو مواجه کنیم با میلیون ها، امکاناً میلیون ها شنونده و بیننده که بتوانند کلام او رو بشنوند و پیام او رو بشنوند و بعد پیام دیگران رو هم البته بشنوند و قضاوت بکنند. به گمان من این یکی از کارهایی است که مفاهیم امر به معروف هست که ما رعایت میکنیم و باعث میشویم که فرمایشات ایشان به این ترتیب به گوش مردم برسد. صحبت های دکتر سروش یا صحبت های دیگر بزرگانی که حالا صرف نظر از میزان اهمیتشون، بالاخره اینها همه افرادی هستند که متفکر هستند و درباره قرآن و درباره معنویات، درباره فلسفه، درباره حکمت، درباره زندگی و درباره هستی شناسی فکر میکنند و بیشتر عمر خودشون رو هم به این کارها اختصاص میدن و تقریبا میشه گفت اینها نسبت به زندگی اجتماعی تاروک دنیا هستند و نوعی ریاضت پذیر و ریاضت کش هستند در زندگیشون. و ما وظیفه داریم که افرادی رو که حرفی برای گفتن دارن و سالها در این زمینه اندیشه کردند و نظریاتی دارند، بدون اینکه تایید کنیم یا تکذیب کنیم یا معلم مردم باشیم، نظریات اونها رو به گوش مردم برسانیم. یعنی از این امکاناتی که شما در اختیار ما گذاشتید و برای ما فراهم کردیم، اگر در مجلسی فرض بفرمایید که دکتر سروش 1000 بیننده داره، 100 بیننده داره، ولی از این شبکه امکان داره که 300 میلیون فارسی زبان بتوانند که حرفایشون رو بشنوند،
بشنوند و در انحصار ما این کار رو نمی کنیم، حرفای دیگران رو هم پخش می کنیم و بعد مردم دربارش قضاوت می کنند و در واقع همون کاری انجام میشه که اقوال مختلف رو به گوش مردم میرسانیم. چون خداوند وقتی که به شما میگوید که همه اقوال رو بشنوید، من باید بفهمم که مخاطب قرآن من هستم در کنار شما. یعنی اکثر ما فکر میکنیم که خدا فقط با شنونده داره صحبت میکنه، خداوند با واسطه هم صحبت میکنه. کسی که میتواند که امر به معروف کند، امر به معروف فقط گفتن نیست، امر به معروف پیام رسانی هم هست، پیامبری هم هست، کاری که این شبکه میکنه. یعنی ما پیام یک انسان متفکر رو، پیام یک انسانی رو که سالها در قرآن فکر کرده، حالا درست یا غلط هرچی فکر کرده و یک حرفایی برای گفتن داره و 70 سال زحمت کشیده و حالا یک چیزهایی به نظرش رسیده و با صداقت این حرفها رو بیان میکنه. امر به معروف فقط این نیست که من هم یک دیواری جلوی او بکشم و بعد خودم متکلم وحده بشوم و چون من دوربین دارم او ندارد، من جلوی این دوربین هر نظری که میخواهم بدهم و به او هم خفقان بدهم به جای اینکه اجازه سخن گفتن بدهم. این است که ما این دیوار خفقان رو بر می داریم و با همه مشکلات و هزینه هایی که برای ما داره، این شبکه اصلا برای همین تأسیس شده که افرادی که یک عمری مطالعه کردند و امروز این مطالعات اینها باید به گوش مردم برسه. حالا دکتر سروش کتاب هم کم ننوشته، سخنرانی هم کم نکرده، ولی کی هست که حوصله این رو داشته باشه که الان بره کتاب‌های او رو بخونه؟ یا چه کسی هست که الان حوصله داشته باشه بره مثلا این وسایل یوتیوب یا چیزهایی رو که ضبط است بخونه؟ اون هیجانی رو که تلویزیون میتونه ایجاد بکنه، یک برنامه زنده میتونه ایجاد بکنه که انسان میتونه خودش رو با اون مرتبط بکنه، شبکه دارای اون جاذبیت هست، تلویزیون دارای این جاذبیت هست. ما از این جاذبه ها باید استفاده بکنیم و افراد مختلف رو در ارتباط با مردم قرار بدیم و این نباید باور مردم باشد که ما هیچ نظر موافق یا مخالفی با این افراد داریم. باز هم در این مورد من توضیح دارم، ولی الان یادداشتی کرده بودم در مورد فرمایش این بیننده آخری که فرمایشاتی فرموده بودند، صحبت مولوی شد و دیگر اندیشمندان بزرگ عرفانی و فلسفی و حکیمی که ما داریم. ما با مولوی وقتی که روبرو میشیم، در واقع با یک حکیمی روبرو شدیم که صاحب اندیشه و صاحب تعقل و نوعاً یک استنباط قرآنی داره. یعنی کتاب مولوی را از اول تا آخر اگر در یک جمله بخوایم خلاصه کنیم، استنباط قرآنی مولوی است. درست مثل تمام کتبی که سروش نوشته و تمام سخنرانی هایی که کرده در همون مقدار اندازه گیری میشه. یعنی تمام صحبت هایی رو که دکتر سروش کرده استنباط قرآنی اوست. تمام صحبت هایی رو که مولوی کرده استنباط قرآنی اوست. همه حرفهایی رو که سعدی زده استنباط قرآنی اوست. همه چیزهایی رو که حافظ گفته استنباط قرآنی اوست. ما اگر بتوانیم که این استنباطهای قرآنی رو، هیچ کدام اینها اظهار نظر نکردند که اینها محدث هستند، صاحب حدیث هستند، یا در واقع راوی روایت هستند، یا اینکه جزء رجال راوی هستند، یا اینکه فرمایشات ایشون فرمایشاتی است که از زبان بزرگان صدر اسلام آمده یا منتسب به پیامبر میشه، اینها هیچ کدامشان چنین ادعایی ندارند. من جمله همین سروش به هیچ وجه نمیگوید که من به عنوان یک محدث این حدیث رو در بر میگیرم و قبول میکنم و ذکر میکنم. استنباط خودش رو از قرآن و از اسلام بیان میکنه.
اون چرا که مفهوم او شده از قرآن و اسلام در کمال شهامت و در کمال شجاعت بیان میکنه. ممکن است درست باشد، ممکن است غلط باشد. استنباط دیگران هم مانند حافظ، مانند مولوی، مانند بیدل، مانند خواجه عبدالله انصاری، مانند ملا صدرا، ابن سینا، همه این آدم ها هیچ کدامشون محدث نبودند. اینها همه استنباط های قرآنی خودشون رو بیان کردند. خیام استنباط قرآنی خودش رو بیان میکنه. حلاج استنباط قرآنی خودش رو بیان میکنه. و ما از هیچ کدام اینها نمیشنویم که اینها اسم معلم روی خودشون گذاشته باشن و اینها چیزی رو به کسی تحمیل کنن و بگویند من چنین از قرآن برداشت میکنم، همین است و جز این نیست. هر کس جز من فکری که من نسبت به قرآن دارم خلاف این استنباط کند، از دین بیرون است، کافر است، مشرک است، باید چنین بشود، چنان بشود، مرتد و ملحد و مبدع و مشرک محسوب می شود. هیچ کدام اینها چنین نگفتند. هر کدام اینها در کمال خضوع و خشوع نگرش و ذهنیت و برداشت و استنباط خودشون را از قرآن بیان می کنند. و قرآن هم می گوید که من انسانهای مختلف رو با برداشتها و قدرتهای استنباطهای مختلف آفریدم، لتعارفو، که با هم به معارفه برخیزند. حالا چطور ما می توانیم که این معارفه رو ایجاد بکنیم در این دورانی که ما زندگی می کنیم و این تکنولوژی که امروز وجود داره و این دنیای پهناوری که این طور با هم مرتبط و متصل شده؟ بهترین نحوهی که می شود امر قرآن رو اجرا کرد، اجرای امر قرآن یعنی امر به معروف، یعنی شما یک امری رو که امر خداست به صورت معروف به عرف مردم در می آورید، مورد معرفت مردم قرار می دهید، باعث عرفان و شناخت او می شوید. این یعنی امر به معروف. وقتی که ما یک امری رو که در قرآن وجود داره معروف می کنیم، مشهود می کنیم، مشهور می کنیم، این در واقع همون وظیفه است که قرآن به ما میده، یعنی ایجاد معارفه میکنیم. یعنی این آقا امروز آمدن پای خط، آقای قبلی آمدن صحبت کردند، بعد سخنران هایی که در این تلویزیون سخنرانی میکنند و همه اینها استنباط قرآنی بیان میکنند، چه از دکتر سروش باشد، چه از دکتر قمشه‌ای باشد، چه از دکتر دینانی باشد، چه از دکتر آرش نراقی باشد، چه از دکتر محمد مجد باشد، چه از دیگران، حالا همه اینها رو من الان اسمشون در ذهنم نیست، اگر هم اسم کسی رو نگفتم و غفلت کردم قبلا پوزش میخوام، همه اینها استنباطهای قرآنی خودشون رو بیان میکنند و هیچ کدام اینها مدعی نیستند که اینها منحصراً از طرف خدا مأموریت پیدا کردند که این قرآن رو در انحصار خودشون داشته باشند و ولی بر قرآن باشند و اون چه که اونها از قرآن اظهار نظر میکنن حکم نهایی است و هر که جز اونها هر فکری بکنه کافر است و مشرک است و بعد از دین اخراج بشه. هیچ کدام اینها چنین چیزی نگفتند. ما هم نسبت به اونها چنین چیزی نمیگوییم و اظهار نظر اونها رو قرآنی تلقی نمیکنیم و کلام اونها رو در کلام کنار کلام خدا قرار نمیدهیم و مشرک نمیشویم. خود اونها هم مشرک نیستند. ولی فرق این افراد رو ما فقط خواستم تشخیص بدیم که یک کسی مثل مولوی یا کسانی که مکتب تعقل رو به کار میبرند و کار اونها هم امر به معروفه، یعنی یک آدمی مثل محمد بلخی، مثل مولوی، فکرش این هست که این راجع به قرآن یک برداشتهایی داره، یک نگرشی به قرآن داره، قرآن برای اون یک مفهومی داره، این مفاهیم رو عرضه کرده و میگوید به نظر من قرآن اینطور میگوید. یا حافظ از اول تا آخر کتابش بدون یک واو انحراف جز از قرآن هیچ نگفته. حالا تعبیر حافظ از قرآن ممکن است با تعبیر شما تطبیق نکند. ممکن است که شما فکر بکنید که حافظ راجع به شراب بهشتی صحبت میکند، دیگری ممکن است که فکر کند که حافظ راجع به شراب انگور صحبت میکند.
خود ما هم می توانیم استنباطهای مختلفی از حافظ داشته باشیم. فقط اینجا یک نکته مطرح است که آدمهایی که زنده هستند استنباطهایی که از اونها میشه باید پاسخ بدن. حافظ نیست در بین ما. حافظ شناس ها باید استنباطهای حافظ رو پاسخ بدن. اگه ایرادی به حافظ وارده، کسانی که در دو سوی قضیه قرار گرفتند نسبت به حافظ اظهار نظر میکنند، حافظ رو در واقع زنده میکنند از دیدگاه های مختلف. اما یک آدمی مثل دکتر سروش که زنده است باید احساس مسئولیت داشته باشه و داره، فکر میکنم حالا ممکنه مشغله زیاد داشته باشه، که سوالاتی که وارد میشه پاسخ بده. اتفاقا بیشتر سوالات رو هم پاسخ داده، ولی در این حال پاسخ سوالاتی هم هست که پاسخ داده نشده. ما ضمن اینکه نظریات افراد و اشخاص مختلف رو که اندیشه‌ای برای گفتن دارند و حرفی برای گفتن دارند نشر می‌دهیم، اما باز هم تأکید و تکرار می‌کنم که این شبکه من حیث یک پایگاه انتشار نظر و در واقع خبر پراکنی و نشر، نظر این افراد رو نه تأیید میکنیم به عنوان یک شبکه و نه تکذیب میکنیم، نه باعث اعتبار اون میشیم نه باعث بی‌اعتباری اون میشیم، ولی به عنوان یک وظیفه دینی نه. الان همین نظریاتی که تو بازار هست همین نظریاتی است که وجود داره. یک سری نظریاتی هست که در رد قرآن بیان میکنه، یک عده نظریاتی هم هست که در ارتباط با قرآن بیان میکنه و ما اینها رو پخش میکنیم بدون اینکه تکذیب بکنیم یا اینکه تایید بکنیم فرمایشات ایشون رو. سلام عرض میکنم، بفرمایید. شبتون بخیر آقای دکتر. سلام بر شما. آقای دکتر، بله، فرمودین اشخاصی مثل حافظ و اینا استنباطی از قرآن داشته، هر کسی استنباطی داره، ولی جناب سروش استنباط نمیکنن، میگن حضرت رویا دیده. من هنوز تفاوت رویا و خواب رو نمیدونم. حالا بخور امریکایی ها what is definition of رویا، این استنباط نیست، این ریفورم کردن هم نیست، این یه چیزیست که والا من یه خورده مرددم بگم، این به بیخوبونیان زدنه، چون تا اونجا که من میدونم رویا خواب دیدن، تا هیچ دانشمندی در رویا علمشو کس نکرده که پیشه بگی من این فرمولا و علما رو از در خوابم دیدم. حالا شما در این مورد نمیدونم من موافقین یا مخالفین. من خیلی میل دارم که باز هم به عنوان یک کسی که احساس میکنم که زحمت کشیدید و در قرآن مطالعه کردید و به هر حال تفکر خودش بالاترین عبادت هاست و میبینم که در فرمایشات شما بوی تفکر و اندیشه میاد، این است که میخوام شما بیشتر این مطلب رو باز بکنید و کسانی که صحبتهای دکتر دینانی رو میشنوند، دکتر قمشه‌ای رو میشنوند، عرض کنم که دکتر آرش نراقی رو میشنوند، خود دکتر سروش رو میشنوند، گاه گاهی ما هم جسارتی میکنیم و استنباط خودمون رو بیان میکنیم، میشنوند و الان فرمایشات شما رو میشنوند که در این مورد مستقیما اظهار نظر میکنید. من میل دارم که به صورت اسپسیفیک و به صورت خیلی مشخص ایرادهای شما رو به نگرش ایشون به صورت 1-2-3 میدونم، حالا ممکن است که آمادگی این کار رو برای این تلفن اولتون به ما نداشتید، ولی ما برخلاف بقیه دوستانی که تلفن با افرادی رو یه جور تفنن فرض میکنن و افراد بیان مثلا یک حرفی بزنن وسط حرف قطعشون بکنن یا اینکه بگن وقتی شما تمام شد، وقتی شما شروع شد، ما اصلا این کارها رو نمی کنیم. گاهی از اوقات اگر که لازم باشه، در این مورد شما بسیار عادل هستین آقای دکتر، ما چون میخوایم یاد بگیریم و فکر میکنیم که اینی که ما افراد رو از خودمون نادانتر بدانیم و خودمون از همه داناتر بدانیم، و همطور که این بیننده قبلی چقدر زیبا گفت که تکبر و
بزرگ بینی هست که بلای جان ما شده و ما رو جاهل کرده. یعنی هر کدام ما فکر بکنیم که من که اینجا نشستم از شما بیشتر میفهمم، برای اینکه من جلوم دوربینه، جلوی شما دوربین نیست. ما این نوشن، این نوع فکر رو اگر از خودمون دور بکنیم و بدانیم که هر سری یک عقلی داره و هر کسی یک ارزش تفکر و اندیشه داره و سعی کنیم که این اندیشه ها و این ارزش های تفکر افراد رو به معارفه بگذاریم و بگذاریم جامعه آشنا بشه که هر سری چطور فکر میکنه. الان من خیلی خوشحال هستم که یک نکته ای که از فرمایشات شما گرفتم و میخوام یک کمی بیشتر با شما صحبت بکنم، نکات دیگری رو بگیرم، این است که شما اولین اعتراضی که دارید این است که بین رؤیا و خواب شما تفاوت قائل هستید. به نظر خود شما چی میاد که رؤیا چه معنی میده، خواب چه معنی میده؟ والا تا اونجایی که من یادم، مثلا دوره دبیرستان در ایران بودم، معنی فارسی میگم رؤیا فارسیشه، خواب عربیشه، ولی در معنی یک چیزه. و همون که خدمتون عرض کردم، هیچ دانشمندی تا حالا نیومده بگه من در خواب این فرمولا رو یاد گرفتم، در خواب دیدم. پس این نمیشه گفت که وحی های حضرت، آیه های حضرت در خواب بودن. همچین به سادگی نمیشه اینو گفت از روش گذاره. بله، رؤیا به اصطلاح از ریشه رأی، از ریشه رؤیت کردن و دیدن و تماشا کردن و تماشاچی بودن میاد. خواب خودش معنی خواب میده، ولی خواب دیدن، این دو لغت رو که کنار هم میذاریم، در فارسی معنی رویا میده. در گفتگوهای در گفتارهای مختلف دکتر سروش به نظر میرسه که رویا رو به دو قسمت تقسیم میکنه. یکی رویاهایی است که مبانی اون ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، و یکی رویاهایی که او ازش به عنوان رویای مقدس یا رویای صادق بیان میکنه و اون میگوید که اون رویاها ریشه های الهی داره. اون چیزی که سروش مطرح میکنه در واقع نفی استماع آیاته. یعنی میگوید که یک موضوع که مفهوم انسان میشه، از چند طریق این موضوع میتواند که مفهوم انسان بشود، با این حواس پنجگانه ای که انسان داره، یا اینکه انسان باید بشنوه یک چیزی رو، یا باید ببینه، یا باید بو کنه، یا باید چشایی کنه، یا باید لمس کنه، و بعد یکی یکی همه اینها رو رد میکنه که درباره ارتباط کلامی با خدا ما نمیتوانیم که از این احساس حواس ظاهر خودمون در عالم بیداری استفاده کنیم، چون خدا صوتی ایجاد نمیکنه در ذهن گوش ما، یا اینکه ما جسم خدا رو نمیبینیم، یا منظره‌ای در بیداری نمیتوانیم ببینیم. و حالا بحث ایشون رو باید مال خودشون رو گوش بدید، ولی خلاصش اینه که تنها راهی که میتواند که یک موضوعی، مطلبی، مفهوم یک شخص بشود این است که در رؤیا و در خواب بتواند که منظره ببیند. البته این بیان ایشان در بسیاری از موارد با استدلال هایی که میارن، مثلا میگوید که وقتی شما راجع به تابلوی به نام قیامت نگاه میکنید که عده‌ای تو بهشت هستن، عده‌ای تو جهنم هستن، عده‌ای میسوزن، عده‌ای میخندن، آب از زیر بقیه رد میشه، درخت اونجا سبز شده، میگوید اینها به نظر میاد که آسانتر باشه که جسمیت اینها رو به چشم دیده باشه. و میگوید که چون بهشتی به این صورت وجود نداره و جهنمی به این صورت وجود نداره و آدمی بعد از اینکه مرد به این صورت زنده نمیشه، این زنده بودن آدم ها و این جسم آدم ها و این مناظری که تعریفش در قرآن آمده، اینها نمیتواند که به گوش شنیده شده باشد و این تابلوها ترسیم شده باشد و نمیتواند در بیداری انسان این مناظر رو دیده باشد، چون وقت بیمار روانی میشه اگر که در بیداری انسان ببیند. منطق او رو دارم میگم، تایید و تکذیب نمی کنم. و میگوید در نهایت امر این مناظر مختلفی رو که رسول اکرم تعریف میکنه، مثل موضوع بهشت، مثل موضوع جهنم، مثل موضوعات دیگری که مثلا در مورد ربا وقتی که صحبت میکنه میگوید که مثلا کسانی که انقدر
ربا خوردن که شکمشون انقدر بزرگ شده که اصلا قدرت راه رفتن ندارن، مثل کرم رو زمین راه میرن. چه میکنن؟ به طور کلی به تجلیات تصویری خیلی دکتر سروش اشاره میکنه و میگوید که راحت تر هست که پیامبر با چشم و با دیدن پیام رو گرفته باشه تا اینکه با گوش شنیده باشه و بعدم این پیام ها اونقدر منقش هست و اونقدر دارای منظره هست و اونقدر دارای ریزکاری هاییست که با دیدن بهتر موضوعات مفهوم میشه تا با شنیدن، و قدرت دیدن رو بیشتر از شنیدن میدانه. حالا ما بدون اینکه، باز هم من اظهار نظری نمی کنم که تا چه اندازه فرمایشات ایشون میتواند که درست باشد یا غلط باشد، اما یک امتیاز رو من به ایشان میدم و اون این است که انسانها رو یک کسی مثل دکتر سروش به فکر واداشته. یعنی یک کسی مثل من یا مثل حضرت عالی فکر میکنیم که این چطور میتونه پیغمبر خواب دیده باشه؟ آیا اعتبار خواب با اعتبار بیداری یکیست؟ و بعد آیا خدا میتواند که کلام بشری داشته باشد یا نداشته باشد؟ حالا من برداشت خودم رو عرض میکنم که اظهار نظر مستقیم نمیخوام بکنم، ولی من یک نواری چند وقت پیش اتفاقا تو منزل هم خیلی گشتم، هنوز که پیدا نکردم، از این ویدیوکاست های قدیمی بود که در جنگ بین الملل دوم یک سری از اسرای جنگی رو که گرفته بودند اینها رو توی مغزشون یه مته های کوچک نازکی که خیلی سوزن های خیلی خیلی ظریفی رو به صورت مته در نواحی مختلف مغز اینها فرو می کردن و اینها بعد حالات خودشون رو بیان می کردن. و توی اون فیلم نشون میده که مثلا بعضی از اینها، و فیلم مستند این البته، خیلی هم کوالیتیش سیاه و سفید و بد قدیمیه، اگر بتوانم پیدا بکنم میارزه که همون رو پخش بکنیم. از اینها سوال می کنند که، حالا آلمانی هم حرف می زنن توی اون فیلم، ازشون سوال میکنی که مثلا این سوزنی که در این قسمت به سر شما فرو کردن رفتن پایین الان میپرسه شما چه حالی دارید. بعضی از اینها میگن صدای موسیقی میشنوند، بعضی از اینها صدای باد میشنوند، بعضی از اینها بو استشمام میکنن، مثلا میگن بوی تندی میاد یا مثلا بوی یک چیز به خصوصی میاد. بعضی ها اینها در دهانشون احساس میکنن که یک طعمی در دهانشون ایجاد شده. بعضی ها احساس سردی میکنن، احساس گرمی میکنن، احساس به اصطلاح خواب رفتن حس لامسه دارن. منظورم به اینه که شاید هم که خدا احتیاج نداشته باشه که حتما کلام ایجاد بکنه که انسان بتواند کلام ایجاد شده رو بشنود. یعنی میخوام عرض بکنم که خداوند برای ایجاد اثر احتیاج به خلقت مؤثر نداره. یعنی خدا برای ایجاد صدا احتیاج به ایجاد دهان و حنجره نداره. خداوند میتواند که اثر رو ایجاد بکند بدون اینکه مؤثری داشته باشد. حالا اینها همه بحث‌هایی است که خیلی در موردش میشه صحبت کرد، ولی همین فرمایش جناب عالی که امروز مطرح کردید و فرمایش دیگر دوستانی که در برنامه امشب مشارکت کردند، هر کدام اینها به نظر من میتواند که راهگشا باشد برای اینکه ما بیشتر با قرآن آشنا بشیم. شما مقایسه بکنید که امروز تا 40 سال پیش، تا 50 سال پیش که ما مدرسه میرفتیم، چندین بار هم در این برنامه گفتم که ما مدرسه که می رفتیم کلاس چهارم ابتدایی اینها قرآن رو بنا بود که کامل می خواندیم تو اون شهری که ما بودیم در زمان قدیم، و همه قرآن رو هم به عربی بنا بود می خواندیم و اجازه معنی کردن هم نداشتیم، می گفتن گناه داره قرآن رو معنی کنن. حالا ما هم قبول کرده بودیم این رو. در یک جایی به یک عبارت میوزیکال برخورد کردم که یه ریتم موسیقی داشت و پرسیدم از معلم که من یه سوالی دارم، گفتش که بفرمایید. اینا پرسیدم که این واژه‌ای که با این نحو شروع میشه و یصفک و دما، خیلی خوشم اومده بود از این یعنی چی؟ گفت دستتو بگیر تا بهت بگم یعنی چی. مقدار زیادی چوب زد دست کف دست ما و چوب آلبالو هم تهیه میکردن که
میگفتن خیلی محکم و خیلی زیاد درد میاد و خیلی خوبه. از اون چوب ها یک مقدار زیادی خوردیم و دستمون بالاخره خون افتاد. گفتش که این خون دستت رو میبینی؟ گفتم بله. گفت معنی این آیه اینه که یعنی خون های اونها رو که میریزند. دیگه سوال جواب ندی که از من بپرسی که قرآن چه معنی، گناه داره معنی بکنن قرآن. حالا شما ببینید که ما از اون فرهنگ برخواستیم و از اونجا شروع کردیم، امروز به جایی رسیدیم که خود همین افراد مثل دکتر سروش جرأت میکنن که بگن این قرآن در بیداری نمیتونسته به پیغمبر رسیده باشه، یا کسی دیگری بگوید که اصلا این قرآن هیچ کدامش مربوط به خدا نیست، همه اینها نوشته خود محمده. این اظهار نظرها که ممکنه اول کار یک مقداری کفرآمیز به نظر برسه یا ایجاد مقاومت بکنه یا انسان رو با ارزش‌هایی که برای خودش ساخته به هم بریزه، متلاشی بکنه پایه‌های ارزشیابی انسان رو، ولی من فکر میکنم که در مجموع چه این عقاید درست باشه چه غلط باشه، برخورد این عقاید هست که بنا به گفته قرآن کار رو به کمال میکشه. من فکر میکنم باز اگر قرار بود که همه ما یک استنباط از قرآن داشته باشیم، خب اراده خدا میتوانست که ما رو به صورت قوطی‌های ساردین در بیاره که همه ما یک عمل و عکس العمل در مقابل قرآن داشته باشیم. اینا بپذیریم که آدم‌ها یک ثوابی، یک خوبی، یک فایده‌ای در استنباط‌های مختلفشون وجود داره. شما مثلا نگاه بکنید که ابن سینا یک سری استنباط‌های از قرآن داره، ولی وقتی میایم میرسیم به ملا صدرا میبینیم که به تمام اون پایه و محور اصلی اندیشه‌های فلسفی ابن سینا ایراد وارد می‌کنه. مثلا موضوع اصالت و موضوع ماهیتی رو که مبنای کار ابن سیناست، میبینیم ملا صدرا همش رو به هم میریزه و اصلا اون چیزی رو که اون به عنوان اصالت قبول داشته این به عنوان ماهیت قبول میکنه و بعد حرکت جوهری رو وارد میکنه و بحثایی که الان خیلی فرصت میخوام که در موردش صحبت بکنیم، ولی خواهیم کرد، از متخصصین این کار استفاده میکنیم و کارمون رو ادامه میدیم. شما هم بپذیرید که تشویق کنید نظریاتی که ممکنه حتی من و شما باش مخالف باشیم، و خود شما هم تقاضای من اینه که در برنامه‌های دیگه مطالعاتتون رو ادامه بدید و مواردی رو که هم ایراد دارید و هم خودتون یک نظر مستقلی خارج از اون دارید مطرح بکنید و اجازه بدید که این حرکت در واقع میشه گفت که بدیع و تازه‌ای که شروع شده پرورش پیدا بکنه. یک دنیا من ممنونم از اینکه به صحبت‌های ما گوش می‌دادید و سپاسگزارم از شما. مثل اینکه قسمت آخر عرایض من تلفن قطع شده بود یا نشنیدن، شاید امیدوارم که از تلویزیون شنیده باشن. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. من ببخشید من دوباره مزاحم شدم. من می‌خواستم به این بیننده عزیز من این رو مطرح بکنم که تقریبا یک هشتم یک سوم عمر آدم در خواب می‌گذره و نمیتونه بیهوده باشه. یک وقایعی در خواب میتونه اتفاق بیفته و انسان از آن عبرت بگیره. واسه به همین دلیل بهش میگن تعبیر خواب. و من رویا که ایشون مطرح میکنه، خب شما از روی تخت میخوابید، یک دفعه میبینید که خواب میبینید که سالها و سالها و فرسنگها حرکت میکنید، درست که روی یک تخت خوابیدید. خب اون اسمش رو میگن رویا، که زمان و مکان تأثیر زیادی در خواب نمیذاره، ولی ما در خواب میتونیم ازش تعبیر بگیریم، یعنی از یک واقعی در خواب اتفاق بیفته که ازش بتونیم یه عبرت بگیریم. و دیگه من برای من فکر نمی کنم حضرت محمد صلی الله علیه و آله خوابش و بیداریش زیاد تعبیر کرده باشه و فرق داشته باشه با هم. انسان‌هایی که صادق هستن، انسان‌هایی که دارای تقوا هستن، انسان‌هایی که عبودیت دارن، من فکر می‌کنم به یک نحوی اینها از حتی در از خوابشون هم میتونن
یک نتایجی بگیرن و عبرتی بگیرن از اون واقعایی که در خواب میفته. خیلی ممنونم، موفق باشید، زنده باشید. من در تایید فرمایشات هر دو بیننده عرض میکنم که رؤیا که در اصطلاحات عرفانی به عالم مثال ازش اسم میبرن، یعنی نه عالم متافیزیک نه عالم فیزیک، یه عالمی است که افق بین این دوتاست. و به سوره نجم هم که در قرآن نگاه میکنیم، وقتی که میگوید که پیامبر در جایی قرار داشت که وحی قراره که حالا به پیامبر برسه، یعنی روشنترین روش و مکانیسم رسیدن وحی رو به رسول اکرم در قرآن در سوره نجم بیان میکنه که پیامبر بود و شدید القوا بود. شدید به معنای این که هم خودش شدت داره و هم میتونه شدت رو منتقل کنه به دیگری، یا قدرت رو منتقل کنه به دیگری. قوه شدید داشت و میتوانست که این قوه شدید رو به دیگری هم منتقل کنه. و میگوید در افق اعلا بود. اعلا یعنی که جایی که امکان بالاتر از اون وجود نداره، منتهای ارتفاع و ارتقا، در موضوع معنا البته، نه موضوع مادیات باشه و جسم و ماده باشه. میگوید که در اعلا بود و در افق اعلا بود. افق همیشه وقتی ما میگوییم راجع به دو جهان یا راجع به دو عالم یا راجع به دو کانسپت کاملا مختلف با هم صحبت میکنیم که یک فصل مشترکی دارند اینها به نام افق. مثلا وقتی ما به افق نگاه میکنیم در دریا، در واقع به چشم ما البته، نه در عالم واقعیت، زمین و آسمان در یک جایی به هم متصل میشن، اما اتصال اینها با یک خط باریکی است که اون خط هم جنس آسمانی داره هم جنس زمینی داره، هم یک طرفش آب اون خط هم یک طرفش هواست. و اگر که عالم معنا و عالم ماده یا عالم محیط و عالم محاط یا عالم مجرد یا عالم مقید، حالا هر اسمی که هر کس دوست داره براش انتخاب بکنه، اینها وقتی که مماس میشن و بین اینها یک خطی به وجود میاد که این خط از یک سو به عالم مجرد متصل هست و از سوی دیگر به عالم مقید متصله، و بالاتر از این هم این افق، این فصل مشترک، این خطی که این دو لایه رو به هم مربوط میکنه و متصل میکنه و وجه اتصال عالم مجرد به مقیده، از این بالاتر خط افق وجود خارجی نداره و امکان موجودیت نداره. به این میگیم افق اعلی. حالا قرآن میگوید که این شدید القوا در افق اعلی بود، و بعد برای اینکه بین اینها ارتباط مفهوم بشه، پیامبر بالا نمیره که پیامبر به افق اعلی بره. قرآن میگوید که اون شدید القوا، اون قوه‌ای که شدید بود و در افق اعلی بود، او پایین میاد، اونقدر پایین میاد که بین او و پیامبر یک فاصله ای کمتر از قاب قوسین به وجود میاد. قاب قوسین کوچکترین واحد اندازه‌گیری شناسای اعراب زمان قرآن بوده، نزول قرآن بوده. یعنی حالا ما امروز مثلا با چیزهای مایکرو اندازه میگیریم، و ولی در اذهان مردم معمولی تا مدت‌های قبلی هم که ما جوان بودیم یادم هست، بین افراد روستایی وجب تنها وسیله‌ای بود که اینها فاصله را اندازه می‌گرفتن، یا جریب می‌گفتن و وجب، دو تا اندازه‌گیری داشتن که این چند وجبه. در قرآن می‌گوید قاب قوسین برای فرهنگ عربی که مخاطب قرآن بودن در اون زمان، کوچکترین واحد قابل اندازه‌گیری رو بیان می‌کنه. و در قرآن می‌گوید که تا جایی پایین آمد این شدید القوا از افق اعلی، به جایی آمد که او به پیامبر نزدیک شد و نزدیک شد تا به جایی رسید که فاصله او با پیامبر کمتر از قاب قوسین بود، کمتر از فاصله
دو نیم دایره کمانی بود که ازش استفاده میکردن، اندازه‌ای بود که برای اعراب مشخص بود. و میگوید که نه اینکه فاصله اونها قاب قوسین باشه، کمتر از قاب قوسین بود، یعنی که قابل اندازه گیری نبود فاصله بین شدید القوا و بین رسول اکرم، یعنی پرداخت کننده وحی و دریافت کننده وحی با هم فاصله ای نداشتند و یکی بودند در واقع. و اون وقت میگوید که وقتی به اون نزدیکی رسید و به اون وصال و به اون ارتباطی که به اتصال میگرایید رسید و فاصله ای در واقع بین اونها قابل اندازه گیری نبود، نمیگوید فاصله ای نبود، میگوید فاصله قابل اندازه گیری بین اونها نبود، در اونجا وحی کرد اون چرا که میبایست وحی میکرد. از این نزدیکتر ما در قرآن درباره مکانیسم وحی مطلبی نداریم. چون فرصت ما به پایان رسیده، فقط این رو عرض میکنم که شاید یکی از سوالاتی که بیشتر از سوالاتی دیگر بشود که با دکتر عبدالکریم سروش مطرح کرد، این است که در قرآن هر کجایی که خواب واقع می شده بدون اینکه اهمیت خواب کم باشد بیان می کنه و ضمناً خواب رو وسیله برای اطلاع و فهم به آینده مطرح می کنه که قابل تعبیر هم هست و می گوید که وقتی که سه بار حضرت یوسف در سوره یوسف خواب می بینه و دو بار هم دیگران خواب میبینند و در اونجا نسبت به خواب صحبت میشه که بار اول که در رویای خودش چه میبینه و چه میبینه، در زندان چه میبینه، تعبیر خواب چی، یعنی این مطالب گفته شده و ارتباط رویا رو با عالمی که خارج از رویاست نشان میده. مثالی که از شدید القوا زدم و صحبت افق شد به این خاطر بود که میخوام اینو عرض بکنم که شاید هم رؤیا و خواب یک افقی باشه، یک فصل مشترکی باشه بین دنیای ماده و دنیای معنا که دنیای مثال هست. یعنی ما در رؤیا صدا میشنویم بدون اینکه اون طرف صدای صوتی داشته باشه، یعنی میشنویم که شخص ما رو تهدید میکنه. مثلا خواب وحشتناک که میبینیم، میبینیم که مثلا یک کسی ما رو داره نگاه میکنه، ولی نوع نگاهش اینه که ما میفهمیم که این تا چند لحظه دیگه از جاش بر میخیزه و مثلا میاد ما رو میکشه یا چه میکنه. یعنی گفتارها رو ما در خواب میشنویم، زمان در خواب تغییر میکنه، حتی کلام خود ما در خواب تغییر میکنه. یعنی یک وقتی کسی که پلوی ما نشسته میبینه ما ناله میکنیم یا فریاد میکنیم، در حالی که ما در خواب عمل دیگری انجام میدیم. این افق گاهی از اوقات خیلی افق باریکی میشه که خواب و بیداری به هم مربوط میشه، گاهی از اوقات میبینید که این افق یه مقداری ضخیم میشه و کاملا دو طرف این خط مشترک با هم متفاوت میشن و اون خوابهایی است که گاهی از اوقات ما میفهمیم که اصلا خواب میبینیم، گاهی از اوقات ما خواب میبینیم که از تخت اومدیم پایین، نشستیم پایین، داریم کتاب میخوانیم و میدانیم که ما تو اتاق خواب هستیم، میدانیم که مشغول خواب هستیم. گاهی از اوقات ما در خواب انقدر نیرو داریم که فکر میکنیم که الان دیگه نمیخوام بیشتر از این ببینم، میخوام از خواب بیدار بشم، اراده میکنید از خواب بیدار میشید. راجع به خواب اگر عمری بود و حوصله‌ای بود که مطالب بیشتری رو جمع‌آوری کنیم، به عنوان شیرینی برنامه تفریحی در کنار قرآن که گاهی از اوقات مباحث مشکل میشه، اینها رو با شما مطرح میکنم و در گفتار نهایی آخرین برنامه آقای دکتر سروش میشنیدم که ایشان میگفتند که همه افراد برداشت‌های خودشون رو، بیشتر عرفا البته، از همین موضوع رؤیا دریافت کردن و بعد مثال شاهد رو برای مولوی می آوردن که تو ما پندار که من شعر
به خود میگویم تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم، که من فکر میکنم در اینجا بیداری و هوشیاری، معنی بیداری به معنای خواب نبودن نمیده، که وقتی از بیداری خارج میشم خواب میروم، یا از هوشیاری که خارج میشوم بیهوش میشوم. تصور میکنم که بیدار و هوشیار بیشتر به آدم ناخالص و محاسب گفته میشه، که بیداری وقتی از انسان رخت برمیبنده انسان به مستی میرسه، به خواب نمیرسه، و هوشیاری وقتی از انسان گرفته میشه انسان از خودش بی خود میشه، یعنی به حقیقت وجود خودش میرسه و موانع هوش و بیداری که اینها باعث تشتت افکار و باعث کم شدن نیرو میشه، تقسیم کردن نیرو میشه، وقتی که بیداری برطرف میشه و هوشیاری برطرف میشه، بی خودی و بیهوشی و فقدان نفسانیات مادی در انسان حالتی ایجاد میکنه که در واقع توجه و تمرکز انسان رو به مبدأ حقیقت بیشتر میکنه، و اون همون چیزی است که در قالب خیلی کوتاه و قابل فهم الهام نام داره، که الهام با وجودی که شبیه به وحی است ولی در بسیاری از موارد با وحی متفاوت است. استدلال های مختلفی که در این زمینه می شود، یکی دیگر از کسانی رو که ما در این شبکه باید که بتوانیم از سخنان او استفاده کنیم دو نفر. یکی آقای کریم زمانی است که یکی از بزرگترین محققین و مولوی شناسان جهان هستند و ایشان در ایران هستند. اشکال کار ما با ایشان این است که ویدیوی به اصطلاح سیمایی ندارند، ایشون کم دارند یا یکی دو تا دارند، و بیشتر برنامه هاشون به صورت سخنرانی های صوتی است، سی دی دارند، و برای تلویزیون این کار خسته کننده است، ولی بیاناتی که دارند و صحبت هایی که کردند بسیار بسیار صحبت های جالب و شنیده نشده است، و ایشان هم قرآنی ترجمه کردند که بسیار ارزنده است و دو جلد کتاب بسیار با ارزش در مولوی شناسی نوشتند، و آرزو میکنم که میتوانستیم که به یک ترتیبی ما با ایشان در ایران در ارتباط باشیم و از ایشان بخواهیم که نوارهای ویدیویی تهیه بکنند و این همه دانش و تجربه و اطلاعات و اندیشه رو با مردم در میان بگذارند. انشاءالله اگر فرصتی بود این کار را انجام میدیم. شخص دیگری که عقاید کاملا متفاوتی با دکتر سروش داره، آقای مصطفی حسینی طباطبایی است که یکی دو برنامه هم از ایشان پخش کردیم. ما کوالیتی ویدیوهاشون بسیار پایینه ولی کوالیتی فرمایشاتشون بسیار بالاست. ما کادرمون یاری نمی کنه. باز هم بعد برمیگردیم به قسمت اول. ما هر کدام از این افراد رو که می خواهیم که مدیریت بکنیم و براشون برنامه ایجاد بکنیم، ساعتها کار ادیت و کار مدیریت و کار حمل و نقل این الکترونیکی صدا و تصفیه صدا و برنامه نویسی و برنامه گذاری و اینها، همه اینها احتیاج به کادر و پرسنل داره و ما نداریم پرسنلی که بتوانیم این کارها را انجام بدهیم. کاری که ما میکنیم کار یک تلویزیون معمولی نیست که با 10 نفر 12 نفر قرارداد داره. هر کدوم اینها ساعتی پولی میدن، در استودیو رو هم باز میکنن، میان میشینن، یک اپراتور هم اون طرف میشینه، یک ساعت حرف میزنه، سویش رو میبندن، یک نوار هم چاپ میکنن میدن بهش، میره تلویزیون میچرخه. ما هر دقیقه ای از این برنامه هایی رو که پخش میکنیم ساعت ها در مورش وقت صرف میشه، مطالب تنظیم میشه، ادیت میشه، آماده میشه، بعد سلسله مطالبی که بیان میشه باید مربوط باشه.
خیلی ما احتیاج به مساعدت شما داریم، حتی کسانی که آمادگی دارن که وقتشون رو به ما بدن و توی کارهای دفتری و تنظیم این برنامه ها از نظر گفتاری و اینها با ما کمک بکنن، روابط عمومی ما رو اداره بکنن، با بزرگانی که سراسر دنیا هستن تماس بگیرن. اینها ما خیلی تنها هستیم از این نظر، ولی با این وجود تا اونجایی که در توانمون داریم به این راه ادامه میدیم و هر بار که من این برنامه رو شروع میکنم بسیار خسته شروع میکنم، چون معمولا این برنامه ها رو ما ساعت 6 بعد از ظهر شروع میکنیم و من که ساعت 5 صبح از خواب برمیخیزم 11 ساعت 12 ساعت 13 ساعت کار کردم، چیز نوشتم یا اینکه کار تجارتی کردم، کار دنیایی کردم و تازه ساعت 6 بعد از ظهر که میشه بایستی که 3 یا 4 ساعت برنامه زنده و مشکل با دوستان زیاد و خب بالاخره کسانی که دوست هم نیستند و منتظر بهانه هستند، اجرای یک برنامه زنده کار آسانی نیست. همه اینها رو با شوق انجام میدهیم و از کسی طلبکار نیستیم و از شما و دوستان شما و کسانی که بعداً بیننده ما خواهند شد سپاسگزاری میکنیم و منت میگذاریم، به خودمون قبول منت میکنیم از اینکه شما بیننده ما هستید و این حرکت رو و این کار رو باعث تداوم شدید. اگر ما شما رو نمی داشتیم و اگر بیننده ای نمی بود، هیچ شبکه‌ای و هیچ تلویزیونی وجود خارجی پیدا نمی کرد. همین بیننده بودن شما بزرگترین عبادت و بزرگترین کمک به این شبکه است. ما در این حال منتظر و در چشم انتظار مساعدت های شما برای بهتر کردن برنامه ها و برای دوام بخشیدن به این برنامه ها هستیم. از طول برنامه پوزش میخوام، فرد فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا نشستی دیگر. خدا یار و نگهدار شما باشد. خداحافظ.